کودک جناب نوذری عزیز و کودکان، قشر فیوریت من، بفرمایید. ممنون هستم. بارها گفتم که مغز انسان به لطف آموزش و فرهنگ توانمند میشه، اما توانمند به دنیا نمیاد و کودک انسانی بسیار آسیب پذیر هست، توانایی مراقبت از خودش رو نداره. حالا اگر اون رو مقایسه کنید به یکی از نزدیکان ما که شیر دریایی هست، از لحاظ فراگشت و فروگشت حیات سر بزنیم به میلیون ها سال پیش، یکی از نزدیکان ما دلفین هست. فرزندان اونها توانایی های بسیار بالاتری دارند. دوره حاملگی برای دلفین 11 ماه هست و در طول این 11 ماه بارها گفتم که برای نمونه صدا مؤثرتر از مادر به جنین منتقل میشه، چون در آب گذار صدا مؤثرتر و سریعتر هست. اگر قطاری رد بشه از 2 کیلومتری شما، 5 کیلومتری شما، شما احتمالاً صدای این قطار رو نمیشنوید. اگر قطاری از 5 کیلومتری شما رد بشه، شما احتمالاً صدای اون رو نمیشنوید. اما اگر گوش خودتون رو روی زمین بگذارید، گوش خودتون رو روی زمین بگذارید، صدای اون قطار رو میشنوید، متوجه اون میشید، به خاطر اینکه چگالی زمین بالاتر از هوا هست. بنابراین نوزاد دلفین توانایی ایجاد ارتباط رو داره به مراتب مؤثرتر و قویتر از نوزاد انسان، همینطور شیر دریایی، همینطور یک فیل. فیل هم به ما بسیار نزدیک هست در فراگشت و فروگشت حیات خودش. همه ماها در خانواده پستانداران هستیم و مغز اونها هم دارای توانایی های فوق‌العاده ای هست. در بخشی از قسمت های مغز خودشون از ما حتی پیشی گرفتند. برای نمونه در مورد بیوسونار، در مورد دلفین، در بسیاری از موارد از ما پیشی گرفتند، یا مانند بویایی، یا مانند چشایی، یا مانند دید بهتر داشتن. اما در هر صورت برگردیم به کودک انسان. کودک انسان هم با مغزی به دنیا میاد که میره که دارای به طور میانگین 86 میلیارد نورون بشه، سلول مغزی، که هر کدوم از اونها میتونن با 10,000 15,000 نورون دیگه ارتباط برقرار کنند و یک شبکه‌ای رو ایجاد کنند و به لطف جریان برق پولاریزه دپولاریزه شدن و نوروترانسمیتر، مواد شیمیایی، با هم ایجاد ارتباط کنند. زمانی که شما از یک انسان صحبت میکنید، از مغز انسان صحبت میکنید، مغز انسان، نه روح انسان، یا فرض کنیم روان انسان یا قلب انسان، نه، همه مغز ما هست. بنابراین کودک انسان با مغزی به دنیا میاد که توانمند نیست، اما میتونه توانمند بشه به لطف آموزش و پرورش و فرهنگ. و اگر اون رو از آموزش محروم کنید، به حالتهای ابتدای خودش برمیگرده. در مغز ما چیزی نهادینه نشده. در مغز ما محبت، تجزیه و تحلیل، ارزیابی نهادینه نشده. نیازمند به آموزش و پرورش هستیم و فرهنگ. و اگر در دوران خردسالی به کودکان آموزش های بد بدیم، بهای اون رو پرداخت خواهند کرد. در چند برنامه اخیر در مورد یکی از بزرگترین اشتباهات رژیم گذشته صحبت کردم و اون ایجاد تعلیمات دینی در دبستان های ما بود. ایجاد تعلیمات دینی. تعلیمات دینی یعنی این که من
پاسخ به تمام پرسش ها رو دارم. من میدونم که یک آدمی به نام پیامبر میره در یک غار یا بالای یک کوه با سازنده ما، با خدای ما ارتباط برقرار میکنه، اون بالای کوه، بعد میاد پایین کوه، اونها رو به نگارش در میاره یا اونها رو با ما در میون میگذاره. بنابراین جایی برای پاسخ دادن به پرسش نیست، چون همه پاسخها رو ما داریم، تر و تازه از خود خدا اونها رو گرفتیم. کودکان ما نیازمند به آموزش و پرورشی هستند که به اونها یاد بده که چگونه فکر کنند، نه چی فکر کنند. و بعد قرار نیست که همه ما شبیه به هم فکر کنیم. جامعه موفق هست که در اون تنوع و دگرگونی باشه. همونطور که در حیات ما نیازمند به بیودایورسیتی هستیم، تنوع و گوناگونی، در حیات هم اگر بیودایورسیتی نباشه حیات از بین خواهد رفت. حیات نیازمند به عنکبوت هست، حیات نیازمند به کرم خاکی هست، حیات نیازمند به زنبور هست، حیات نیازمند به خفاش هست. اگر این همه جنگل های زیبا میبینید، به لطف خفاش ها هست. اگر این همه جنگل های زیبا میبینید، به لطف عنکبوت ها هست. در صفحه تلگرام خودم با دقت بالاتری در مورد تک تک اونها صحبت کردم و نقشی رو که بازی میکنن در حیات ما. و شاید به همین دلیل چارلز داروین آخرین کتاب خودش رو، آخرین پیام خودش رو، آخرین اثر خودش رو به کرم خاکی اختصاص داد، که حیات نیازمند به تنوع و دگرگونی هست و کرم خاکی هم جایگاه خودش رو داره. و در حیات خردی و پستی در مقابل بالایی نیست، که یکی خردتر باشه یکی بالاتر. در حیات درجه بندی و سلسله مراتب نیست، اما در حیات تفاوت هست، تنوع هست، دگرگونی هست. ما در فکر خودمون هم نیازمند به تنوع و دگرگونی هستیم و آموزش کودکان ما بایستی که لائیک باشه، لائیسیته. لائیسیته به معنای این نیست که شما خدا ناباور باشید یا ایمان نداشته باشید، به هیچ عنوان. هیچ ارتباطی به کفر و ایمان نداره. لائیسیته یعنی چگونه اندیشیدن. در کشور فرانسه به خصوص در سالهای 1800 شاهد ورود اون هستیم و در سال 1905 هست که قوت خاصی پیدا میکنه و نتیجه اون کشور فرانسه است. کشوری که به راستی مهد آزادی هست، دموکراسی هست، برخورد اندیشه های متفاوت هست. اما زمانی که شما از خردسالی مغز کودکان رو با خرافات پر می کنید یا اونها رو مجبور می کنید که پاسخهای شما رو قبول کنند، زمانی هم که بزرگ میشن اونها هم به این سنت ادامه میدن، تا به شنیدن صدای مخالف رو نخواهند داشت. و این مشکل بزرگ ما در میهن ما هست. ما تا به شنیدن صدای مخالف رو نداریم، اما پیروزی یک سرزمین دقیقا در گروی اون هست، نظرات مخالف رو شنیدن. بارها گفتم در علم رنگ حقیقت خاکستری هست. حقیقت در انحصار کسی نیست و به پدیده ها بایستی که از زاویه های گوناگون نگاه کرد و با باز کردن این دریچه های متفاوت چراغ ذهن ما روشن میشه و آینه فکر ما شفاف. برای نمونه اخلاق، اخلاق واقعا چی هست؟ پویا هست. در زمان های متفاوت تعریف های متفاوت داره. عدالت چی هست؟ عدالت پویاست، تعریف خاص نداره، در حال تغییر و تحول هست.
و ما بایستی که مرتب آماده این چالش ها باشیم. و این تنها در صورتی اتفاق میفته که تاب شنیدن صدای مخالف رو داشته باشیم و بدونیم که باز تکرار میکنم تمام حیات روی رندام انسرتنتی سوار شده، عدم اطمینان. حیات روی اطمینان سوار نشده که ما این اطمینان رو در دبستانهای خودمون به کودکان خودمون تحمیل کنیم. زمانی که شما اطمینان رو به کودکان تحمیل میکنید به فرم تعلیمات دینی یا تعلیمات اجتماعی، هر چیزی، مغز اونها رو اعدام میکنید یا محکوم به اعدام میکنید، مگر اون که این محکوم، این کودک بیگناه یک جوری دوام بیاره. اما در هر صورت اونها رو در معرض خطر بزرگی قرار میدید. لایسیته، آموزش لایک، رمز پیروزی ما خواهد بود. رمز پیروزی ما. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. خود من تصمیم میگیرم. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و چرا چگونه اندیشیدن مهم هست؟ چون هر چه که شما فکر کنید در حال دگرگونی هست. هر چی که شما فکر بکنید در حال تحول و دگرگونی هست. ما مرتب نیازمند به ایجاد قوانین تازه‌ای خواهیم شد. ما مرتب ناچار به تعریف‌های تازه‌ای خواهیم شد. و چقدر زیباست که این تعریف در جامعه‌ای رخ بده که افراد با نظرهای متفاوت با هم گفتگو می‌کنند. هیچ چیزی در علم زیباتر از شنیدن صدای مخالف نیست. حیات روی رندام انسرتنتی سوار شده، عدم اطمینان، نه اطمینان. و به همین دلیل همه چیز روی احتمالات سوار شده، probability. و چون حیات نتیجه جنب جوش و حرکت هست، ما توانایی پیش بینی کردن نتایج این جنب و جوش ها رو نداریم و هیچ ارتباطی به آگاهی ها و دانش ما هم نداره و بنابراین از probability استفاده می کنیم، احتمالات. و احتمالات همیشه بین صفر هستند و یک. احتمال بین صفر هست و یک، اما نه صفر هست و نه یک. شما می تونید خیلی به صفر نزدیک بشید یا از اون سو شما میتونید خیلی به یک نزدیک بشید. و چون نه یک هست و نه صفر، چون تمام حیات روی عدم اطمینان سوار شده، ما نیازمند به شنیدن صدای مخالف هستیم. ما نیازمند به چگونه اندیشیدن هستیم، نه چی اندیشیدن. چرا در میهن ما مرجع تقلید قرنها هست که دوام آورده؟ اصلا ببینید چه این دو واژه زشت و بدقوار و بدریخت هستن و خطرناک. مرجع تقلید، یعنی من دوست دارم که شما رو تقلید کنم، شما به من بگید چه کنم. یا حتی در مورد واکسن، من واکسن بزنم یا نزنم، چه پرسش بدی. شما زدید یا نزدید، چه پرسش بدی. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. خودم تصمیم میگیرم، خودم تصمیم میگیرم. ایران آینده نیازمند به مرجع تقلید نیست. و اگر از دیدگاه دینی اون که بگذریم، ما مرجع تقلیدهای دیگری هم داشتیم در فرمهای دیگری. ما در طول قرنها دیکتاتور پسند بودیم، دیکتاتور پسند بودیم. بنابراین برگردم به کودکان. راز پیروزی ما در لایسیته هست. راز پیروزی ما در آموزش لایک هست. و تکرار کنم، لایک به معنای نیست که شما کافر هستید، شما خدا ناباور هستید یا خدا باور هستید یا مؤمن و متدین هستید. هیچ دخالتی در این زمینه ها نمی کنه. اما شما رو ممنوع میکنه از این که مغز کودکان رو پر کنید از، برای نمونه، خرافات مذهبی.
هیچ جایگاهی در دبستانهای ما نبایستی که داشته باشند. در دبستانهای ما جای برای تعلیمات دینی اسلامی، هندو، بودیسم، یهودیت، مسیحیت نیست. اما احترام اونها به جای خودشون هست. اونها هم برند که در جوامع حضور داشتن، در محیط بیرون، اما جای در دبستانهای ما ندارند. و جالب هست که خیلی ها لائیسیته رو به فرانسه مربوط میدونن، به خصوص در سال 1905. اما پیش از اون ما شاهد حضور اون در مکزیک هستیم. در مکزیک پدران بنیانگذار ایالات متحده امریکا بسیار متوجه اهمیت لائیسیته بودن. ببینید که چقدر قدیمی هست، سالای 1800، و ما چقدر که عقب بودیم. ما نه به مکزیک نگاهی کردیم، نه به فرانسه نگاهی کردیم، نه به بلژیک نگاهی کردیم. هیچ وقت متوجه نشدیم که این مغز بیگناه کودکان ما رو پر میکنه از خرافات، کار دست ما میده. اما به کشورهای آمریکای لاتین نگاه میکنیم، مکزیک پیش از فرانسه، الهام بخش فرانسه هست. گرچه از اون در کتابها یاد نمیشه، اما این واقعیت تاریخی هست. یا به خود فرانسه 1905، ما الان در سال 2022 هستیم. بنابراین امروز دوست داشتم که در مورد کودکان صحبت کنم و آموزش و پرورش، و خلاصه کنم. ما مغزی داریم که ناتوان به دنیا میاد، اما پر میشه از نورون، سلولهای عصبی. در این مغز ارزیابی نهادینه نشده، اما به لطف آموزش میتونه اون رو یاد بگیره. به لطف فرهنگ میتونه اون رو یاد بگیره. اندیشه سنجشگر ارتباطی به مدرک نداره. چرا بسیاری از مدرکداران ما بی‌لیاقتی خودشون رو مرتب نشون دادند؟ چون تنها مدرک گرفتن، در یک قالب شکل گرفتن، و زمانی که از دانشگاه بیرون میان در همون قالب فکری اونها هم فکر میکنند، همون پروتکل ها رو دنبال میکنند، جرأت فکر کردن مستقل رو ندارند. هنوز هم چشمشون به مرجع تقلید هست. حالا مرجع تقلید میتونه اون دانشگاه باشه. اندیشه سنجشگر تفکر نقادانه، یعنی نخست خود را سنجیدن. تفکر نقادانه یعنی نخست خود را به نقد کشیدن. و کشورهایی که از همون روز نخست در این زمینه سرمایه گذاری کردن، مانند فنلاند، مانند سوئد، مانند نروژ، مانند فرانسه. نگاه کنید به فرزندان این سرزمین ها. آزادمنش هستند. آزاد زن و آزاد مرد هستند. نگاه کنید به اونها. نگاه کنید به کشور فنلاند. نگاه کنید به فرانسه. نگاه کنید به لوکزامبورگ، به بلژیک. خود من در بلژیک بخشی از زندگیم رو گذروندم. یک خارجی وارد این سرزمین میشه، یک پنی از من پول نگرفتند. وارد دانشگاه میشم، یک پنی از من پول نگرفتند. درسم رو اونجا تمام میکنم، هنوز هم یک پنی از من پول نگرفتند. یعنی با تمام وجودم حس کردم اهمیت آموزش و پرورش، و اینکه من هم از موهبتی برخوردار شدم به لطف پدران این سرزمین. و همین تجربه رو در فرانسه داشتم. همین تجربه رو سالها در فرانسه داشتم. یعنی از نزدیک با پوست و گوشت و استخوانم از موهبتی برخوردار شدم که بنیانگذار اون موهبت پدران این سرزمین بودند.
یعنی حتی شامل حال من هم شد که یک خارجی بودم، آزاد زن و آزاد مرد. چگونه اندیشیدن، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، دور از خرافات. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خودم تصمیم میگیرم. شما نبازدی برای نمونه بپرسید از هر کسی من واکسن بزنم یا نزنم و چرا ما داره این مشکل هستیم، چرا ما مرتب دنبال پاسخ از دیگران هستیم. این بر میگرده به آموزش غیر لائیک ما. ما از کودکی به فرزندان ایران گفتیم که ما پاسخ به تمام پرسش ها رو داریم. حتی شما در کلاس درس نمیتونید بنویسید به نام خدا، مگر شما ملاقاتی داشتید با این خدا. خود اون کودک تصمیم میگیره، همون به نام خدا هم به شما هیچ ربطی نداره. مگر شما قراری داشتید، ملاقاتی داشتید، صبحونه با خدا خوردید، خونش دعوت بودید، به شما چه ارتباطی داره که در کلاسی که متعلق به یک کودک هست، فرزند ایران هست، برای خدا پروپاگاندا کنید؟ اما این فرزند حقش هست که متدین بشه، مؤمن بشه، به کلیسا بره، به کنیسا بره، هر جایی که دوست داره، در محیط بیرون آزاد هست. همه آزاد هستن و ما نیازمند به همه اینها هستیم. هیچ جامعه بدتر از اون نیست که همه شبیه به هم فکر کنند. و اگر فرگشت و فروگشت حیات رو به عنوان یک شاهکار از اون یاد میکنیم، به خاطر این هست که چون هدفمند نیست، حیات هدفمند نیست، در حیات عدالت هم نیست، در حیات اخلاق نیست و در حیات هیچ منطقی نیست. قانونمند اما هست، اما هدفمند نیست، چون روی جنب جوش سوار شده، روی random uncertainty. امیدوار هستم الان متوجه معنای این دو واژه بشید، random uncertainty. این جنب جوش ها، این حرکت ها هدفمند نیستن، random هستن. uncertainty عدم اطمینان و نتیجه اون تنوع و دگرگونی هست. اگر این random uncertainty نبود، اگر این حرکت روی خط مستقیم حرکت میکرد، همه ما شبیه به هم میشدیم، اصلا ما به وجود نمیومدیم. اما فرض کنید که به وجود میامدیم، همه ما شبیه به هم میشدیم. دقیقا این هم، همون قد و قواره، همون چهره، همون صورت. و بنابراین بایستی اجازه بدیم که در مغز کودکان ما این جنب و جوش، این حرکت، این عدم اطمینان به راه خودش ادامه بده و اجازه بدیم که خود کودکان ما عدم اطمینان رو به اطمینان تبدیل کنند. خود کودکان ما پاسخ به پرسش هاشون رو پیدا کنند. نگاه کنید به چارلز داروین. چارلز داروین در یک خانه بزرگ شده که لائیک هست، لایک. پاسخ به پرسش ها رو به اون نمیدن، اما به اون پرسشگر خوب بودن رو یاد میدن. به لطف یک پدر فرهیخته و یک مادر فرهیخته، به لطف یک پدر بزرگ و مادر بزرگ فرهیخته. و این جوان 22 ساله سوار یک کشتی میشه. 5 سال این سفر طول میکشه، نیمکره جنوبی. چارلز داروین ثروتمند هست، تنها یک فرد ثروتمند میتونه بهای این سفر طولانی مدت رو بده، در یک کشتی بسیار مجهز. این سفر آغاز میشه و شروع میکنه به مشاهده کردن. سنتی رو که در دامان پدر بزرگ خودش یاد گرفته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، پاسخ پرسش ها رو نمیخوام. لایسیته، آموزش لایک برای کودکان. وارد آرژانتین میشه،
به استخوان‌های نگاه میکنه که متعلق به دایناسورها هستند. چقدر این استخوان‌ها بزرگ هستند. به استرالیا میرسه. بالای کوه اثری از ماهی میبینه. این سنگواره‌های ته اقیانوس بالای کوه چه کار میکنند؟ در جنگل نگاه میکنه به موجوداتی که در حرکت هستند، همدیگر رو میخورند. زود متوجه میشه که هیچ عدالتی نیست در این جنگل‌هایی که شبها پر است از سر و صدا. به گنجشک‌های نگاه میکنه که منقارهای اونها متفاوت هست، اما قد و قواره یکسان هست. و نتیجه این مشاهدات به لطف روشمندی علمی اعلام بخت و گزینش طبیعی هست. داروین اعلام میکنه که بخت نه اللابختگی بودن، بخت random uncertainty، جنب و جوش، حرکت، probability و uncertainty، نه عدالتی هست، نه منطقی، نه اخلاقی، uncertainty. حیات روی اینها سوار شده و عمر حیات ما 5-6 هزار سال نیست. آدم و حوایی هم در کار نبودند، بسیار طولانی تر هست. و چه موجوداتی که آمدند و رفتند و دیگه در میان ما نیستند. و دنیا رو به آتش کشید، کمر فلسفه بافها رو به زمین زد برای همیشه. بزرگترین اندیشمندان ما متأثر از او شدند: آلبرت اینشتین، ژورژ لومتر، امیل زولا، ویکتور هوگو. همه به لطف لائیسیت هست، همه به لطف لائیک بودن هست، همه به لطف این بود که هیچ وقت پدر بزرگ به اون نگفت پاسخ چی هست، هیچ وقت پدر به اون نگفت پاسخ چی هست، اما به اون گفتن که چقدر آموزش و پرورش مهم هست. و همیهنان عزیزم، این اشتباه بزرگی بود که ما مرتکب شدیم. به دل نگیرید اگر من انتقادی میکنم، دلخور نشید اگر من انتقادی میکنم. من در اهمیت کارهای بسیار بزرگی که پادشاهان ما انجام دادن صحبت کردم، اما از انتقاد نباسی که دلخور شد. مار در آستین پروروندن کار دست ما داد و این همه بر میگرده به این که ما هیچ وقت اجازه آزادی رو در میهن خودمون ندادیم به کودکان خودمون. هیچ کودکی نباستی در ماه رمضان یک ماه به زور روزه بگیره یا به آیات قرآن گوش بکنه که نه سر دارن و نه ته، خطرناک هستن، تعلقی به ما ندارن، خشن هستن، ضد زن هستن، ضد آزادی هستن، بسیار خشن هستن. یا در رادیو تلویزیون های خودمون، یا در قانون اساسی خودمون قرار نیست پادشاهان ایران، مدیران ایران، بزرگان ایران بر روی یک کتابی قسم بخورن که بسیار خطرناک هست. اما زمانی که کودک بزرگ شد، هر چی که دوستاش میتونه انجام بده در صورت احترام به قانون، بنابراین به همون صورت ما بایستی که حمایت کنیم از آزادی بیان متدین ها، مؤمن ها. اونها هم بایستی که بتونن خودشون رو بیان کنند. اما جای این کارها در دبستان های ما نبود، جای این کارها در دبستان های ما نیست. سه بار این واژه رو تکرار میکنم: لائیسیته، 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 تا به اهمیت اون پی ببرید. مغزی به دنیا اومده، بیگناه هست، پر هست از سلول. در این سلول ها هیچ نقشی شکل نگرفته و این نقش در ذات ما نیست، در فطرت ما نیست. این رو برخی از روانشناس ها و روانکاف ها در
میان هم میهنان ما دامن زدن که هیچ واقعیت علمی نداره. هیچ واقعیت علمی نداره. از این جور روانکاو ها و جامعه شناسا دوری کنید. در ذات و در فطرت ما ارزیابی نیست. ژن‌های ما چهارچوبی رو شکل میدن، داربستی رو، فریمورکی رو، نقشی که در اون قرار میگیره، نتیجه که فرهنگ و آموزش هست. همین، هیچ چیز دیگری نیست. به خصوص در کودکی و زمانی که در کودکی شما این چارچوب رو پر میکنید از رنگهای تیره و تار، تیره و تار باقی میمونند مگر اینکه دوباره آموزش وارد میدان بشه و این بار، این بار دوم چالش بسیار بزرگتر هست، سختتر هست. تعلیمات دینی یک جنایت بزرگ بود و هست. تعلیمات دینی یک جنایت بزرگ بود و هست. ورود به دبستان و کودکستان‌های ما خواندن آیه جنایت بزرگ بود و هست. وابستگی به مرجع تقلید، دست بوس رفتن توسط مدیران دولتی ما یک جنایت بود و هست. اما نه در زندگی شخصی اونها. هر چی که دوست داری در زندگی شخصیتون انجام بدید، هیچ ربطی به ما نداره. و اصلا چه خوب که آدم ها متفاوت باشند. آدم ها نبایستی شبیه به هم فکر کنند. اما مدیران ما، حقوق بگیران ما، اونهایی که حقوق اونها از مالیات دهنده ها میاد، دبستان های ما، هیچ جای برای اینجور افکار نیست. به کودکان بایستی روشمندی علمی رو یاد داد. به کودکان تولید انگاره کردن رو بایستی یاد داد. به کودکان پرواز در دنیای خیال رو بایستی یاد داد. اما خود اونها تصمیم میگیرن در کدوم ساحل به زمین بنشینند تا این انگاره ها رو به آزمون بکشند. کار ما بردن اونها به ساحل نیست. کار ما آموزش پرواز است. و برای کشف اقیانوس بایستی که از ساحل دور شد. برای کشف اقیانوس بایستی که از ساحل دور شد. خیلی خوشحال هستم که امروز هم تونستم در خدمت شما باشم. یک نیم ساعت دیگه، 15 دقیقه دیگه در خدمت شما خواهم بود برای پاسخ دادن به پرسش های شما. ممنون هستم. با سپاس از شما جناب پروفسور نوذری گرامی. دوستانی که پایین تشریف دارن اگر که سوالی دارن مایکشون رو دست رو بلند کنن. چشم خانم الفی به آقای الفی، نمیدونم، من همینجور دوستان رو دعوت کنم بالا. من مطمئنم کریستین جون اول از همه سوال خواهند داشت. بفرمایید. میکروفون درود به شما کریستین جون، بفرمایید. سلام و درود به همه. من کوتاه میکنم صحبتو، ولی من امروز میخوام قبل از اینکه سوالمو بگم، اولا که وقتی شما حرف میزنی آدم به سختی میتونه نفس بکشه، الان راحت تر نفس میکشم. برای حضورتون در استودیوی آقای میبودی ما همه خوشحال و سپاسگزاریم. چیزی که من میخواستم بگم، من این سخنرانی ها ایشون رو بارها بارها گوش میکنم و تعداد دفعاتی که ایشون میگن ببخشین من متوجه پرسش شما نشدم، فیروزه خانم داره بیشتر و بیشتر میشه. به این معنی است، این به نظر من این معنی رو میده که ما نمیتونیم سوال خوب بکنیم. ما اکثرا کریستین جون، من واقعا دوستتون دارم. شما اگر نظری دارید برای من بک چنل بنویسین، چون که دوستان بعدن آخر سر فرصت سوال ندارن. باشه، من سوالم اینه که یک سوال خوب چیه از پروفسور نوذری که ما چجوری یک سوال خوب بکنیم، برای که ما اکثرا سخنرانی میکنیم. چشم، پرسش خوب، ممنون هستم. پرسش خوب بایستی که کوتاه باشه، دقیق باشه و مشخص باشه، قابل پاسخ دادن و اون پاسخ قابل ارزیابی.
بنابراین یک بار دیگه تکرار میکنم، پرسش خوب باید یه کوتاه باشه، مشخص باشه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. ممنون هستم. سپاس از شما. جناب مهرزاد بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. کوتاه باشه، خیلی مستقیم باشه و کاملا بله با کمال میل. مگر جرأت میکنم وقت عزیز استاد عزیز رو بگیرم؟ من با درود دوباره به همه دوستان و به خصوص استاد عزیزم جناب دکتر حساب نظری نازنین، من نمیدونم استاد، من متاسفانه دیر رسیدم به وقت امروز شما، ولی این نیم ساعتی که بودم خدمتون راجع به مسائلی صحبت کردید که وصل میشه به همین مشکلی که این دیروز یا پریروز اتفاق افتاده برای ایران عزیزمون، و اون این هستش که این دولت فاسد آمده و در واقع 4500 آخوند رو دستور دادن که از اول سال تحصیلی وارد مدارس بشن و در واقع حالا یا به عنوان مدیریت مدارس و یا به هر دلیلی به عنوان کسانی که باید در هر مدرسه یک آخوند هم باشه، حالا اسمش را هر چه که بخواید بذارید. این یک سوال هست که بسیار مهم هست که چقدر میتونه اثر زیان‌آوری داشته باشه برای بچه‌های عزیز ما، و وظایف مادران عزیز ما چی هستش که وقتی یه فرزندی وارد مدرسه میشه و یک آخوند فاسد مغز اون بچه رو متلاشی میکنه با اون اراجیفی که میخواد با اون بچه بخورونه، یه بچه 7-8 ساله، اون مادر چه باید بکنه؟ چون من احساس میکنم وظیفه مادر هست که این پرورش رو به عهده داره. و در نهایت اگر وقت کردید لطف بفرمایید بفهمید ژن ایمان رو شما قبول دارید که یک انسانی یه ژنی در وجود هست به نام ایمان. سپاسگزار و درود فراوان. ممنون هستم مرزاد جان. نه، ژن ایمان نداریم ما، هیچ ژنی نداریم، نه ژن ایمان، نه ژن کفر، نه ژن بلند پروازی، نه ژن محبت، نه ژن فداکاری. زمانی که از ژن صحبت میکنید سر میزنید به ذات، زمانی که از ذات صحبت میکنید سر میزنید به فطرت، زمانی که به فطرت سر میزنید اینجاست که مشکل ما آغاز میشه، اینجاست که مشکل ما آغاز میشه. هیچ انسانی با ژن ایمان به دنیا نمیاد، هیچ انسانی با ژن محبت و فداکاری و خشونت به دنیا نمیاد. این همه اشتباهاتی هست که به خصوص در علوم جامعه شناسی و روانکاوی به ما رسیده و کار دست ما داده. اینجا با صدای بلند اعلام کنم، چون جای رو در بایستی نیست، بارها گفتم ما باستی رو در بایستی ها رو کنار بگذاریم. ضعیفترین و بدترین کارهای پژوهشی در حال حاضر در دنیای روانشناسی و جامعه شناسی هست، چون نه توانش رو دارن و بسیاری از اونها یا ارزش رو ندارن یا همت اون کار رو ندارن. اگر شما به مطالعات دانشگاه استنفورد نگاه کنید، بدترین نوع کارهای پژوهشی ما، ضعیفترین اونها در دنیای روانشناسی هست، در زمینه‌های جامعه شناسی هست. بنابراین ذات و فطرت و ژن هیچ جایگاهی در ایمان و کفر ندارند، در عشق و محبت ندارند، هیچ کدوم. هیچ انسانی با ایمان به دنیا نمیاد یا کافر، تفاوتی نمی کنه. و شما میتونید فرزند مهاتما گاندی باشید و آدولف هیتلر عذاب در بیارد، شما میتونید فرزند آدولف هیتلر باشید و مادر ترزا عذاب در بیارد. و در مورد حضور آخوندها در ایران، من بارها گفتم این رژیم یک رژیم خارجی هست، امت هست. ما مورد حمله قرار گرفتیم، ما با یک دولت ایرانی سر و کار نداریم، پرچم اونها هم پرچم ما نیست. و حتی من اشاره کردم که در رژیم‌های گذشته هم اون پرچم پرچم ما نبود، پرچم ما پرچم شیر و خورشید بدون شمشیر اسلام هست، بدون شمشیر تشیع هست، پرچم ما شیر و خورشید هست. پرچم این رژیم اصلا هیچ شباهتی به پرچم ما نداره. در کمال بیشرمی شیر و خورشید رو از پرچم ما زدند، بنابراین درست شبیه به اشغال فرانسه توسط
نازی هاست، درست شبیه به اشغال بخشی از اروپا توسط هیتلر هست. و اینها میدونن که بایستی که مغز کودکان رو آلوده کنند، درست شبیه به مدرسه در پاکستان که بون میگن مدرسه، که اونجا این بچه هایی رو پرورش میدن که با این بمب خودشون رو منفجر کنند. اونها متوجه این مسئله شدن آقای مرساد که اگر شما به درون دبستان ها نفوذ کنید میتونید مغز اونها رو آلوده کنید. و دقیقا منظور من هم همین هست در انتقاد به رژیم گذشته، که از شما خواهش میکنم دلخور نشید از دست من، باستی خودمون رو نخست نقد کنیم، دلخور نشید و متوجه بشید که چه خطای بزرگی بود استخدام آیت الله بهشتی، جلال الدین فارسی و باهنر در وزارت آموزش و پرورش میهن ما و آموزش ازدواج موقت، مجبور کردن دانش آموزان به حفظ کردن آیات قرآن، مجبور کردن اونها تا نمره رو بگذرونید، کودکان ما، و وارد کردن تشیع در قانون اساسی که من حافظ تشیع خواهم بود، اون هم از نوع اثناعشریش. اینها متوجه شدن، این رژیم اشغالگر کاملا متوجه این مسئله شده. اما چه کسی باسی با اون مبارزه کنه؟ کاری از دست مادران ما بر نمیاد بیش از اونی که انجام میدن. چه کاری بوده که مادران ایران نکردن؟ چه کاری بوده که دختر و پسران ایران نکردن؟ این دختر خانم ها رو نگاه کنید. اون چه که مهم هست ماها هستیم. من همیشه گفتم که نقش آدم های مثل من در زمینه فرهنگ هست. اگر ما با سلاح فرهنگ وارد میدون بشیم اونها رو خونسا میکنیم. باور کنین من نمیدونم چند ماه پیش بود، یکی دو سال پیش بود، که تلفنی داشتم از یک عده بسیجی در قم و من رو قانع کردن که بسیجی هستند و گفتن که ما در قم کلاسی داریم، صحبتهای شما رو هم شنیدیم، داریم با همدیگه بحث میکنیم، میخوایم ببینیم کدوممون درست فهمیدیم نفهمیدیم. سناشون هم پایین بود و چقدر که من رو خوشحال کرد. بارها گفتم اونها هم میهنان ما هستن. شکست این رژیم به دست فرزندان ایران صورت میگیره و ما بایستی که فرزندان ایران رو که مغز اونها رو آلوده کردن، مغز اونها رو فاسد کردن، اونها رو برگردونیم به لشکر خودمون. و این لشکر فرهنگ هست که این رژیم رو از پا میاندازه، چون هر چیز دیگر این رژیم رو از پا انداخته. پشت این رژیم به دیوار هست، نه اقتصاد داره، سر تا پاش پر است از فساد. یک بار دیگه تکرار میکنم، ما نیازمند به یک فوت ملی هستیم، یک فوت ملی. ما نیازمند به یک اردنگی ملی هستیم. با یک اردنگی ملی این رژیم از ایران گور خودش رو گم میکنه. اما ما با دو رژیم سر و کار داریم. یک رژیم جمهوری اسلامی هم در خارج از کشور ما داریم. ما یک رژیم جمهوری اسلامی هم در جنوب کالیفرنیا داریم. ما با یک رژیم سر و کار نداریم. ما با دو رژیم سر و کار داریم و راز پیروزی ما در فرهنگ هست. در فرهنگ هست. در فرهنگ هست که پاسداران ما بلند میشن برای حمایت از هممیهنان خودشون. سربازان ما، نیروی مسلح ما، اوناست که باید صدای ما رو بشنون و شنیدن. باز امروز داشتم نگاه میکردم به چند تا از سایت هایی که برنامه داشتیم، برنامه های فرهنگی. باور کنید انقدر خوشحال شدم که برخی از اونها در روز 20 تا 30 هزار بیننده داره در روز. یعنی سه روز بعد که برمیگردم شده 100 هزار. راز پیروزی ما که در خارج از کشور هستیم، وظیفه ما فرهنگ سازی هست. و باز تکرار کنم، فرهنگ سازی یعنی اینکه به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. خود من تصمیم میگیرم به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. به من بگید که برای نمونه در مورد ماسک یا واکسن چگونه فکر کنم، اما دنبال مرجع تقلید نگردیم. ممنون هستم. بی نهایت سپاسگزارم استاد عزیزم. ممنونم از شما. با سپاس از شما و حالا آقای خانوم الهام بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
سلام خدمت آقای حسام نوذری عزیز، ببخشید من کلاب هاوس نداشتم. گزارش میخوام آقای الهام، من چون از پشت بود این عکس روی کنوتون، من نفهمیدم. نه نه، من خودم اکانت ندارم، با اکانت همسرم اومدم. آه خیلی خب، پس اشتباه از من نبود چون الهام. نه نه درسته، بله درسته، ببخشید. من یه سوالی که داشتم اینه که شاید حالا خیلی به تاپیک امروز ربط نداشته باشه، اما میدونید تو دین اسلام همیشه تو مدارس و خیلی دینای دیگه همیشه اینو جا کردن که اگه آدم خوبی باشی بعد اینکه از این دنیا میمیری میری بهش، و اگه خیلی آدم بدی باشی میری جهنم و همیشه میسوزی و یه جای خیلی بدیه. اما شما چند تا برنامه شما را آقای نوذری دنبال میکردم و دیده بیولوژی، همونطور که شما بارها گفتین بدن انسان خیلی شبیه به شامپانزه است و خیلی شبیه ممیلز و میدونیم پستاندارهای دیگه ما هستیم، اما دیده بیولوژی وقتی ما میمیریم هممون اون چیزی که ما واقعا میبینیم همه تبدیل به خاک میشیم و در واقع نابود میشیم. خواستم ببینم از لحاظ از دید شما آیا زندگی بعد از مرگ واقعا وجود داره، یا اینکه ما میمیریم اونجوری که شما همیشه میگین که مثلا ما از خیلی شبیه موجودای دیگه هستیم، همونطور که بعض بقیه حیوانا وقتی میمیرن ما اون چیزی که میبینیم بعد یه ماه دو ماه نابود میشن. خواستم ببینم آیا انسان هم همینطوریه، یا یعنی لحاظ بیولوژی چجوری میشه کامپیر کرد مثلا دید اسلام و بقیه دینا، همونطور که مسیحیت یهودیت و بقیه دینا هم هست، و اینکه آیا همچین چیزی واقعا وجود داره و چقدر میشه نفت کرد. ممنون هستم. همینطور که یک ساعت پیش گفتم، یک پاسخ بایستی روشن باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی باشه. از من پرسیدید که وقتی که ما مردیم چی میشه یا کجا میریم، این پاسخ که قابل ارزیابی نیست، هرچی که من به شما بگم قابل ارزیابی نیست، بنابراین من پاسخی برای شما نمیتونم داشته باشم. و چون پاسخی نیست، اینجاست که آزادی وارد میدان میشه. شما میتونید در دنیای خودتون هر جایی که دوست دارید پرواز کنید، هر جور که دوست دارید در این مورد فکر کنید، چون پاسخی که به شما داده بشه از سوی یک بیولوژیست، از سوی یک فرد دیگه، یک شیمیدان، هیچ تفاوت نمی کنه، قابل ارزیابی نیست. و ما در مورد ادیان، دین اسلام یا دینهای دیگه، دینهای ابراهیمی، همه خرافات هستن بدون تردید، و خطرناکترین کتاب ها رو دارن که جایی در دنیای امروز ندارن. اما ما هیچ وقت فرصتی ندادیم به کودکان خودمون که این کتاب ها رو به زبان مادری بخونند، تا ببینن که چقدر این کتاب ها اصلا نباید اجازه چاپ داشته باشن، اینقدر خطرناک هستن. شما کافی است که سر بزنید به درون اونها، و چیز تازه‌ای هم تازه نگفتن، تحفه‌ای هم نیستن. اگر شما در مقابل نگاه بکنید، بارها این رو گفتم، به نگارش های زکریای رازی، اگر شما نگاه بکنید به نگارش های آدم هایی که بسیار قدیمی تر هستن، نگاه کنید به ایمهوتپ در مصر باستان 4700 سال پیش، نگاه کنید به مریبتا، یک زن هست، زن هست مریبتا 4700 سال پیش، نگاه کنید به هسیرا، به چه زیبایی، به اشعار اون رو نگاه کنید، به چه زیبایی دنیا رو برای ما به نگارش واقعا در آوردن، آدم حظ میکنه. بنابراین یادتون هم باشه زمانی که ما صحبت میکنیم که بله این کتاب فرض کنید 1400 سال پیش نوشته شده، شما نگاه کنید به این هرمهای مصر 4500 سال پیش آسمان خراشی رو ساختن که برای قرنها بزرگترین آسمان خراش دنیاست و هنوز هم با آسمان خراش های شیکاگو و نیویورک رقابت میکنه، 2,300,000 قطع سنگ. شما نگاه کنید به این شعر زیبای رمسس بالای 3,000 سال پیش در ستایش نفرتاری، خورشید برای او طلوع می کند، خورشید برای او طلوع می کند، آدمی که در کتابهای ابراهیمی از اون بنوار یک قاتل، یک فرعون یاد میشه، یکی از برجسته ترین شخصیت های تاریخی ما، که چقدر ما به او بدهکار هستیم. اصلا همه ما یک عذرخواهی به فرائنه مصر بدهکار هستیم، اما به جای تشکر از اونها، به جای سپاسگزاری، واژه تفرعون رو وارد ادبیات خودمون کردیم.
شما یک فرعون پیدا کنید که گفته باشه من خدا هست. یعنی همه تحریف تاریخ هست. جووانی بلزونی یکی از مهندسین ایتالیاست، وارد مصر میشه در قرن 19 و میگه عجیب هست اون چه که ما در مورد مصر میدونیم یا حتی خود مصری ها نتیجه تحریف های کتاب های ابراهیمی هست و مفهود این تمدن میشه. شما نگاه کنید به موزیک در مصر باستان، به مد در مصر باستان الان رقابت میکنه با شنل، الان رقابت میکنه با ایف سن لوران، الان رقابت میکنه با گوچی، با گوچی رقابت میکنه. شما نگاه کنید به جایگاه زن در ایران خود ما، نگاه کنید به جایگاه زن. تخمینه با لوندی وارد اتاق رستم میشه، رستمی که مست کرده، یک شراب ناب زده و گفتگوی میان اونها صورت میگیره و فرزندی نتیجه اون هست. عروسی هم در کار نیست و شما ببینید به لطف فردوسی چه جایگاهی تخمینه و رستم و سهراب در زندگی ما دارند. و هیچ وقت ما به خودمون اجازه ندادیم که در زندگی شخصی تخمینه دخالت کنیم. شما اون شب اصلا چه کار میکردید رفتید اتاق رستم؟ اصلا این چی شد که شما به رستم گفتید که با هم همخوابه بشین؟ اصلا ما دخالتی نکردیم. این هست واقعا فرهنگ زیبای ایران، دخالت نکردن در زندگی شخصی آدم ها. اما درست دین اسلام یا سایر ادیان ابراهیمی تا تمام زوایای زندگی شما دخالت میکنن، تا اونجایی که در توضیحات المسائل شما شمع میکنید اینا رو بخونید. و این آیت الله ها و این حجت الاسلام ها و این خاخام ها سالها و سالها و سالها چرندیات رو مطالعه میکنن، ضد علم رو مطالعه میکنن. ممنون هستم. ممنون هستم، خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما. همسر الهام خانوم اسمتونو چون متوجه بهنام هستم. سپاسگزارم. سپاس از شما بهنام خان. آقای کیومرث میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی خیلی خوشحالم، درود میگم به همه هممیهنانم، به پهلوان سرزمین خودم پهلوان حسام نوذری. من از ایشون فهمیدم که پهلوان زور و بازو نیست و پهلوان اندیشه ساز هست، دغدغه مند است. مرسی پروفسور حسام نوذری که من خیلی از شما آموختم. در مورد مصر باستان استاد، یکی از مواردی که شما گفتید در سخنرانیاتون این است که به پاپیروس ها مراجعه میکنید. میخواستم ببینم این پاپیروس ها که از به اصطلاح درخت و به اصطلاح چوب هستند، آیا عمر درخت اینجا دانشمندان رو به بیراهه نمیبره یا اونم محاسبه میشه؟ مرسی. ممنون هستم از محبتتون، پیام پر از لطف شما. و به لطف شما اجازه بدید پس یک بار دیگه برای اونهایی که تازه صدای من رو میشنون پهلوان رو تعریف کنم. در شاهنامه که به راستی شاهنامه جان ایران هست، پهلوان در شاهنامه یک قلدر نیست، پهلوان زور بازو نیست، پهلوان تنها یک کشتیگیر نیست، پهلوان خردمند و خردورز هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. پهلوان یک اندیشه ساز هست و پهلوان دلنگران هست. پهلوان دلنگران ایران و فرزندان ایران هست. و در مورد مصر باستان پاپیروسا، هر چیزی که روزی زنده بوده شما میتونید سن اون رو دقیقا مشخص کنید. مداد روزی درخت بوده، شما میتونید سن اون مداد رو پیدا کنید. کفش شما اگر از چرم باشه میتونید سن اون رو مشخص کنید. شراب یک روز زنده بوده،
ما به راحتی میتونیم با ایزوتوپ های سن شراب رو مشخص کنیم با دقت بالا. حتی شراب 100 ساله، هر چیزی که روزی زنده بوده شما میتونید از ایزوتوپ کربن استفاده کنید. ما دارای 3 نوع ایزوتوپ هستیم: کربن 14، 13 و 12. وقتی که یک موجود زنده نیست دیگه، اون درخت شده پاپیروس، اون درخت شده چوب، اون حیوان شده یک کفش چرم، این کربن 14 رو از خودش دور میکنه، دیگه کربن 14 ساخته نمیشه و نیمه عمر کربن 14 5730 سال است و به سادگی میشه حساب کرد عمر اون پاپیروس رو تا حدود 50-60 هزار سال. از اون بیشتر رو نمیتونیم، از اون بیشتر بایستی از ایزوتوپ های دیگه یا تکنیک های دیگری استفاده بشه. اما در هر صورت در مورد مصر باستان این ایزوتوپ کربن هست که نقش مهمی بازی میکنه. چرا؟ چون ما دنبال 2000 سال پیش، 4000 سال پیش، 10000 سال پیش، 15000 سال پیش، 30000 سال پیش هستیم. در مراکش به خصوص ایزوتوپ کربن هست که نقش بازی میکنه. چرا؟ چون ما دنبال آمازیغ ها هستیم و آمازیغ ها برمیگردن به حدود 30000 سال پیش. و زمانی که شما از 30000 سال پیش، 20000 سال پیش صحبت میکنید، خطای کربن 14 تنها 40 سال هست. استاندارد دیویشن اون 40 سال هست. یعنی اگر من به شما بگم این پاپیروس 5000 سال سن داره، ممکنه که 5040 سال باشه یا میتونه 40 سال کمتر از 5000 سال باشه، از این بیشتر نیست. و خوشبختانه این پاپیروس ها رو هوای خشک مصر و شنهای مصر حفظ کردن برای ما. هنوز هم 75% مصر زیر شن هست و در دسترس ما نیست. و خوشبختانه چون اینها حفظ شدند، اینو به شما بگم شاید جالب باشه برای شما، مصر به تنهایی بیش از تمام کشورهای دنیا آثار باستانی داره. یعنی چین و هندوستان و ایران ما و اروپا و ایتالیا و فرانسه همه یک طرف، مصر یک طرف. مصر هنوز هم بیشتر داره. کرنک و لاکسار کماکان بزرگترین موزه های باز دنیا هستند. اوبلیسک های مصر کماکان پابرجا هستند. چون زمانی که ساخته شدند 4000 سال پیش، 3000 سال پیش، ضد زلزله ساخته شدند. و این اوبلیسک را شما در میدان کنکورد پاریس میبینید، یک اوبلیسک واقعی هست، از مصر باستان هست و دزدی نیست. برخلاف تصور بسیار که فکر میکنن این رو از مصر دزدیدن، نه، هدیه مصر هست به فرانسه. اگر شما به شانزلیزه تشریف بردید، همینطور که به راهتون ادامه بدید میرسید به میدان کنکورد، اوبلیسکی اونجا هست، اون هدیه مصر هست به فرانسه. و بعد خب پیرامیدهای مصر رو ما داریم، معابد مصر رو ما داریم، این پاپیروس های مصر رو داریم. به خصوص اگر در آلمان تشریف دارید، بسیاری از پاپیروس ها در موزه برلین هستند، همینطور در بریتیش میوزیم در انگلستان حفظ میشن و بسیاری از اونها در بخش مصر موزه لوور. موزه لوور یک بخشی رو به مصر اختصاص داده، اما بزرگترین اونها در حال حاضر موزه مدرن مصر هست که اینجا واقعا جا داره. بارها گفتم، بازم تکرار کنم به خاطر قولی که بهشون دادم که زنده با جنرال سیسی، و گوش نکنید به حرفای بدی که در مورد این آدم در رسانه ها میزنن. جنرال سیسی مصر باستان رو از شر اوباما و اخوان المسلمین و محمد مرسی نجات داد و امیدوار هستم که هرچه زودتر آزادی و دموکراسی هم به مصر برگرده. اما در حال حاضر در دوران گذار هستیم در مصر و یکی از خدمات بزرگ این مرد جنرال سیسی موزه مدرن مصر هست، موزه جدید مصر هست که به اعتقاد من با بزرگترین موزه های دنیا میتونه رقابت کنه. اصلا حیرت آور هست کاری که انجام دادن در مصر. و همینطور یک پایتخت تازه رو در مصر دارن درست میکنن که به زودی تمام میشه، که این هم قدم بسیار بزرگی هست. فشار از روی قاهره بسیار کمتر خواهد کرد. اینجا به شما بگم که ببینید چطوری فرهنگ
به کمک جنرال سیسی اومد. شما آقای اوباما رو داشتید و آقای جان کری که محکم پشت سر اخوان المسلمین وایساده بودن. حتی آقای اوباما وقتی وارد دانشگاه الازهر شد اول یه آیه عربی خود که پوز بده، حالا که منم یا بده مردم بشینه از این طریق، و محمد مرسی وارد میدان شد و حتی چیزی نمونده بود که اینها هرم‌های مصر رو بمباران کنند. باور کنید این رو به شما راست میگم، چیزی نمونده بود که اینها مصر رو به هم بریزن، آثار باستانی مصر رو از بین ببرند. اما ارتش مصر ارتش ملی بود. ببینید اینجا هم ما یک مشکل داریم با ارتش شاهنشاهی یا ارتش جمهوری. نه، ارتش مصر ارتش ملی بود، سرود مصر سرود ملی بود. و چه کسی به داد جنرال سیسی رسید؟ هنرمندان مصر، نویسندگان مصر، وکلای مصر، تحصیل کردگان مصر پشتش وایستادن و اومد و مصر از شر جنرال مرسی، از محمد مرسی واقعا راحت کرد. بنا خدمات بسیار بزرگی داره میکنه. ما 4 نیروگاه تازه خواهیم داشت در مصر برای تولید برق، بیش از 5 میلیون شغل جدید ایجاد کرده. قاهره تازه نو بنیاد به زودی فعال میشه. موزه مصر که حیرت آور هست. و آرزوی پیروزی دارم برای جنرال سیسی و برای مصر و دوستانمون در مصر که چه ملت به راستی شریفی هستن، ملت بزرگی هستن. ممنون هستم. استاد یه سوال دیگه، من کارم بانک هست و تا به حال هیچ واکسنی نزدم، حالا بماند که چجوری. یه واکسنی بود شما اون سری در سخن، من اون ویدیو رو دیگه پیدا نکردم، گفتید نه این واکسن رو حتما بزنید. من تا به حال هیچ واکسنی نزدم و خوشبختانه تا الان هم درگیر نشدم. مرسی. نه، اون واکسن شینگل بود. شینگل اگر سن آدم ها یک مقدار بالا بره، یک سری ویروس هایی هستن که در بدن ما هستن به خواب رفتن اما میتونن به ناگاه بیدار بشن. یکی از اونها این شینگل هست و در این مورد صحبت شد. یکی از اعضای این گروه محبت کردن، گفتن که مخالفت ما با واکسن نیست، واکسن یک فصل بسیار مهم هست، مخالفت ما با دستکاری در داده های شرکت فایزر هست یا مدرنا هست یا سایر اونها یا اون واکسن آقای پوتین یا چینی ها. و برای مثال واکسن پولیو چقدر مؤثر بوده، سمال پاکس چقدر مؤثر بوده و همینطور شینگل. من فکر کنم اشاره شما به این شینگل باشه. یا نومونیا، واکسن نومونیا حتی میتونه در بدن شما تا 10 سال ایجاد ایمنی کنه. به این انداز این واکسن مؤثر هست و الان فصلش هم هست اگر مایل باشید که از این واکسن استفاده کنید، یا اگر سنتون از یک حدی گذشته باشه که فکر کنید نیازمند به زدن واکسن شینگل هستید. ممنون هستم. سپاس. واکسن نمونیا همون واکسن فلوه که میزنیم یا فرق؟ نه فرق میکنه. بله، یک سری از ویروس ها هستن که بهشون میگیم فیکست ویروس، یعنی زیاد دچار تحول نمیشن. به همین دلیل این واکسن اینقدر مؤثر هست. در مقابل شما ویروس هایی دارید که مرتب در حال تطور هستن، مثل ویروس ایدز یا سیدا. چرا ما هنوز بعد از 40 سال هیچ واکسنی برای ایدز نداریم؟ هیچ. چرا برای سیدا یا ایدز نداریم؟ ویروس ها همه شبیه به هم عمل نمی کنن. برخی از ویروس ها فیکست میشن و تعبور چندانی پیدا نمی کنند. و برخی از ویروس ها در درون خود ما هستند اما به ناگاه میتونن خودشون رو بیان کنند. ویروس میتونه برای سالها در حالت خواب به سر ببره. و بنابراین واکسن در مورد اونها بسیار بسیار مؤثر هست. و اگر کشور این امکان رو داشته باشه بایستی حتما انجام بگیره. ممنون هستم. سپاسشون. در سوئد ما همه میزنیم مال فلو رو، برای همین فکر کردم شاید اونم باشه. حالا خوب شد که فهمیدم این نمونیارم بزنم. سپاس از شما. خوش.
خانم سارای عزیز خوش اومدید مجددن، میکروفون در اختیار شماست. خواهش درود میفرستم به همه هموطنان عزیزم، خصوصا آقای دکتر نوذری، خانم فیروزه که این اتاق رو هر هفته هماهنگ میکنن. منم بیدریق سعی میکنم این زمان رو باز نگه دارم که بتونم از شما، از روم شما استفاده کنم. جناب آقای دکتر خیلی مشتاق بودم همیشه بتونم در حضورتون باشم و سوالم رو همیشه در ذهنم بود از شما بکنم. البته امروز این اشاره به تقریبا سال من شد، به طور متفاوت آقای مرشاد فهمودن که آیا دین میتونه ژن باشه، جوابم رو گرفتم و باز دوباره گوش خواهم کرد، ولی سوال رو یک جور مشابهی میخواستم مطرح بکنم که آیا باورها در طول زمان میتونه باعث یک سری ولانفعالات هایی بشه، همون صورتی که فرمودین شیمیایی در مغز اتفاق میفته، این فیزیولوژی هیومن بیهیویر رو که میگن، آناتومی هیومن بیهیویر، این تغییراتی که در طول زمان برای یک فرد بیهیویر، مثلا یک آفریقایی با یک ژاپنی و یک دیندار مسلمان و یاد خدا نباور، حالا به هر صورت که از این بیهیویرها که متفاوته، آیا اتفاقی در فیزیولوژی مغزشون بوده یا نه؟ چون به فرض مثال اگر یک خدا باور رو بخواد قرآن رو ازش بگیری، ممکنه با یک ترس خیلی عظیمی مواجه بشه و حالش برانگیخته میشه. این حالی که برانگیخته میشه از تأثیر بیولوژیکی چه تأثیری بوده در مغزش که ایجاد شده؟ متشکرم. ممنون هستم. ببینید دو تا مسئله متفاوت هست. یکی ژن هست. این رو تکرار میکنم. ایمان، خدا باوری، خدا ناباوری، محبت، فداکاری، بلند پروازی، جرأت کردن هیچ ارتباطی به ذات و فطرت ندارن. در ژن های ما نیستن. چون منسجم نیستن، یونیفرم نیستن که بتونن مورد هدفگیری ژنتیک در طول فرگشت قرار بگیرن. اما ما چیزی داریم با عنوان اپیژنتیک، یعنی دنیای بیرون میتونه در روی شما اثر بگذاره. برای مثال ژن‌های شما تولید پروتئین‌هایی بکنند که در غیر این صورت نمی‌کردند. اگر شما از موشی فرزندش رو بگیرید و این موش مادر فرزند رو لیس نزنه، شما می‌بینید که بسیاری از اونها حتی میتونن دچار دیابت بشن، قند خون اونها بالا بره، دچار اضافه وزن بشن. اینها اپیژنتیک هستن، یعنی ارتباطی بین مادر و فرزند بوده و این ارتباط قطع شده، اون محبت قطع شده. اما این فرزند ژنتیکلی استرسفول به دنیا نیومده، ژنتیکلی قند خون بالایی نداشته. این اثر، اثر اپیژنتیک هست. اپی یعنی رویه، اپیژن یعنی روی ژن. ما یک سری اتم هایی داریم، یک سری مولکول هایی داریم که میتونن ژن ها رو روشن و خاموش کنن. ژن ها اونجا نشستن، استاتیک هستن، هیچ کاری انجام نمیدن، مثل یک ارکستر هستن اما رهبر ارکستر نیستن، مثل یک ارکستر هستن اما ترانه نیستن. ترانه رو ژن های ما نمیسازند. بنابراین اصلا سر نزنید به ژن های آدم ها، به فطرت و ذات آدم ها برای توجیه رفتارهای اونها. رفتارهای ما ژنتیک نیستن. ارکستری هست، اینسترومنت هایی هست اما ترانه نیست. ترانه ساخته میشه اما لیریکی نیست، آوایی نیست، اون آوا ساخته میشه، اون آوا ساخته میشه. اپیژنتیک چی هست؟ مثل استیل، گاهی اوقات برخی از ژن های شما استیله میشن یا برخی از ژن های شما متیله میشن، متیله شدن، یا مایکرو آر ان ای. اینها کلیدهایی هستند که میتونن ژن ها رو روشن و خاموش کنند. نگاهی کنیم به کره، کره شمالی و کره جنوبی. اینها دختر خاله و پسر خاله هستند. همین چند سال پیش از هم جدا شدند. یک شب از خواب بیدار شدند، دیدند که دیواری کشیده شده. برادری که امروز این طرف خط بود حالا اون طرف خط هست. اینطوری کره شمالی و کره جنوبی به دنیا اومد. حتی در مورد تایوان هم همینطور هست. من دوستی دارم در تایوان که پدر اون برگشت به چین، در به در به دنبال برادرش میگشت و به من گفتش که من تنها چیزی که از برادرم یادم هست اینه که ما رو یهو از هم جدا کردن. هنوز اون چهرش فقط در ذهن من هست و من مرتب به چین میرم به این امید که
یک جای اون رو پیدا کنن. یعنی در فاصله این کوتاه این مسئله 10,000 سال پیش نیست، داریم راجع به همین چند سال پیش صحبت میکنیم. تایوان تازه است، کره شمالی، کره جنوبی تازه است. حالا اگر شما به کره شمالی نگاه کنید، قد و قواره اونها 2.5 سانتی متر از کره جنوبی کوتاه‌تر هستند. بیماری در اونها به مراتب بالاتر هست. افسردگی در اونها به مراتب بالاتر هست و تعصب هم در اونها به مراتب بالاتر هست. یعنی به راحتی برای مرگ یکی از رهبران خودشون میزنن به زیر گریه، چیزی که شما در کره جنوبی نمیبینید. اگر شما با ماهواره شب عکسی بگیرید، کره شمالی کاملا تاریک هست و کره جنوبی کاملا روشن است. دو دنیای متفاوت، اما بغل گوشه هم هستن، همون آدم ها، همون مردم، همون برادر و خواهر، همون پسر خاله و دختر خاله. اینها اثرات اپیژنتیک است، اپیژنتیک است. و باز یکی از مشکل بزرگ برخی از روانکاوهای ما، روانشناسای خوب ما که میدونن، ولی ما متاسفانه اینقدر کورسای 2 ماه و 3 ماه و 6 ماه داریم، اینقدر این عنوان ها رو میدن و این آدم ها گاهی اوقات میدان دستشون میاد و ذهن مردم ما رو واقعا خراب کردن. این دنیای اپیژنتیک بسیار مهم هست. یک نمونه دیگه برای شما مثال میزنم. در کشور هلند زمانی که آلمان ها جنگ رو آغاز کردند، غذای اونها رو میگرفتن برای سربازهای آلمانی. بنابراین هلندی ها دوچار کمبود تغذیه غذا شدند، مالنوتریشن. و ما شاهد بسیاری از ناراحتی ها و بیماری ها در هلند بودیم و اینا هیچ ارتباطی به ژن‌های اونها نداشت. اینها اثرات اپیژنتیک بود. حالا این اثرات اپیژنتیک به نسل بعد منتقل نمیشه مگر اینکه حادثه‌ای در سلول جنسی صورت بگیره. اینها سلول‌های سوماتیک هستند، نه سلول‌های جنسی. اگر برگردیم به اون موش‌ها، موش‌هایی رو که از مادر جدا کرده بودند در مقابل موش‌هایی که در آغوش مادر بودن، دو سرنوشت متفاوت داشتن. موش‌هایی که در آغوش مادر بودن راحت بودن، موش‌هایی که در آغوش مادر بزرگ نشدن بد اخلاق بودن، خشن بودن، اضافه وزن پیدا کردن، رنگ پوست اونها هم حتی یک مقدار تغییر پیدا کرد. به این اندازه اپیژنتیک مهم هست. بنابراین وظیفه همه دولت مردان هست که مراقب اپیژن‌های مردمان خودشون هم باشند. بنابراین شما اپیژن‌ها رو هم دارید و زمانی که از یک کودک صحبت می‌کنید، کودک اون زمانی نیست که از شکم مادر خارج میشه. کودک اون زمانی هست، حیات اون لحظه آغاز میشه که اون نطفه در شکم مادر شکل گرفته. از اون لحظه هر حادثه‌ای که در بیرون اتفاق بیفته، حتی بیرون از شکم مادر، به خاطر اپیژنتیک میتونه روی اون نوزاد اثر بگذاره. حیات اون لحظه آغاز میشه که اون نطفه در شکم مادر شکل گرفته. از اون لحظه است که اون موجود وارد دنیای ما شده. وظیفه دولت مردان ما هست که مراقب اپیژن‌های مردمان خودشون باشن و اصلاً به هیچ عنوان برای اون ترانه، برای اون شعر، شعر زندگی، ترانه زندگی، دنبال ژن، ذات و فطرت نگردید. زائد هست، خطرناک هست و کار دست ما میده. ممنون هستم. درود. متشکرم آقای دکتر. با کمال میل. ممنون هستم. درود به شما و درود به سمن عزیزم. خوش اومدی سمن جان، خانواده کلبه. خانم منصوره بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست و خوش اومدید. ممنونتونم بانو فیروزه نازنین. درود و عرض ادب دارم خدمت دوستان گرامی که در این اتاق حاضر هستند، به ویژه پروفسور نوذری نازنین. من خیلی مختصر میخوام پرسشی که دارم رو بپرسم. اینکه با وجود اینکه دکتر من شما رو تو سوشال مدیاها دنبال میکنم مدت طولانیه و از مضرات این واکسن و هدفشون هم کاملا آگاه بودم، ولی یه مدتیه که من
تحت درمان هستم و پرستاری هفته یه بار میاد پیش من، این به هر حال من رو متقاعد کرد که برم واکسنم رو بزنم. یه جورایی تسلیم شدم اینو بگم و الان دو تا دوز واکسن رو زدم و این کدیو که وارد کردم و دیدم خب زیاد این کدی که واکسنی که به من زدن زیاد عوارض و مرگ و میر اینا نداشته، ولی با این حال احساس خوبی حقیقت اصلا ندارم که چرا این دوتا رو زدم. و آیا میشه یه جوری بگم سمزدایی کرد از بدن یا سیستم ایمنی رو برد بالاتر که بشه حداقل از عوارضای جانبیش پیشگیری کرد؟ و در نهایت هم یه پرسش دیگه این که با این شیاطین، با این مافیاها، آیا میشه، آیا راهبردی هست که بتونن کاری بکنن که مردم به هر حال اینا به سزای اعمالشون برسن؟ چون با جان انسان به هر حال در نبرد بودن، جان انسان بود که خیلی از جانها رو گرفتن. سپاسگزارم ازتون، پوزش میخوام. اگه پرسشم تکراری بود، حقیقت پرسش رو من پیدا نکردم توی صحبتهای شما. ممنونتون میشم دکتر. ممنون هستم. ببینید، بخش قضایی تگزاس سرانجام فایزر رو مجبور کرد که داده های خام خودش رو در اختیار همه قرار بده. FDA امریکا به خاطر فشار آقای آنتونی فوشی اجازه داده که فایزر داده های خودش رو 50 سال دیگه در اختیار ما قرار بده. این رو تکرار میکنم، میتونید به هر کجایی هم که دوست دارید مراجعه کنید ببینید این واقعیت داره یا نداره. FDA امریکا به فایزر این فرصت رو داده که داده های خودش رو 50 سال دیگه با ما در میون بگذاره. و از اون که بگذاریم، در مورد اون نانو پارتیکل ها، در مورد اون mRNA، در مورد کل این واکسن، به خاطر پتنت به فایزر اجازه داده که جزئیات اون رو با دیگران در میون نگذاره. حالا بخش قضایی امریکا بخشی از این مسئولیت رو به چالش کشیده. بنابراین اینجا باسی سپاسگزاره آدم هایی باشیم که رفتن به سراغ بخش قضایی امریکا. خوشبختانه در ایالات متحده امریکا بخش قضایی از بخش مجری متفاوت هست، یا بخش قانونگذاری، یا امیدواریم که باشه. این بهترین راه هست. بهترین راه این هست که ما اینقدر فشار بیاریم که این شرکت ها داده های خودشون رو با ما در میون بگذارن، داده های خام خودشون رو. بگذارید یک مثال براتون بزنم. اگر شما 10 نفر داشته باشید در یک شهر زندگی میکنند، از این 10 نفر، نفر 1 هیچ درآمدی نداره، نفر 2 هیچ درآمدی نداره، به نون شب محتاج است، نفر 3, 4, 5 هم همینطور، نفر 9 همینطور، اما نفر 10 $1,000,000 در سال درآمد داره. شما میتونید اعلام کنید که میانگین درآمد این شهر 1,000,000 تقسیم بر 10 $100,000. هیچ کس هم متوجه نمیشه که نه بابا اینطور نیست، اون 9 نفر به نون شب محتاجن، این 1 نفر هست که $1,000,000 میگیره. و بعد 1,000,000 رو تقسیم بر 10 میکنید میشه نفری $100,000. یک مثال ساده زدم که بدونید چرا ما اینقدر اصرار داریم که فایزر و مدرنا و اسپاتنیک، فرق نمیکنه، یا سینوفارم، داده های خام رو در اختیار ما بگذارن. خود ما ضرب و تقسیم میخوایم بکنیم، خود ما میخوایم جمع و تفریق بکنیم، نه اینکه میان دین رو برای مثال به ما بدن. یک مثال دیگه برای شما میزنم. در داده های فایزر به خاطر فشار بخش قضایی تگزاس، من امروز صبح متوجه شدم، چون امروز به دست ما رسیده، که تعدادی پس از گرفتن واکسن فوت کردن و تعدادی 5 روز پس از گرفتن واکسن به شدت بیمار شدن. اگر شما در دنیای بیرون باشید میتونید گناه رو بندازید گردن هر چیزی که دوست دارید، اما زمانی که این کار در محیط علمی داره انجام میگیره، شما داده ها رو راحت تر میتونید ارزیابی کنید، داده ها رو بسیار راحت تر میتونید ارزیابی کنید. یا یک مثال دیگه برای شما بزنم. گروه کنترل رو واکسن زدن، چون گروه کنترل واکسن زده شده، ما دیگه هیچ وقت نمیتونیم متوجه بشیم که
عوارض به خاطر واکسن بوده یا نه، برای مثال. اما اگر چنین آزمایشی انجام گرفته در درون خود یک شرکت و اون داده ها در اختیار شرکت هست، اما قانون به اون شرکت اجازه داده تا 50 سال اونها رو در میون نگذاره با کسی، این فشارهای مردم، این فشارهای قضایی میتونه به ما کمک بسیار زیادی بکنه. ما همین تجربه رو در مورد تامیفلو هم داشتیم. این تازه نیست. داروهای بسیار زیادی آمدند و رفتند، قربانیان زیادی گرفتند. و من هیچ قضاوتی در مورد این واکسن ها ندارم. من تنها دارم میگم که نگید که عوارض نداره. بگید نمیدونیم. چون تازه است. نگید که فرض کنید روی خانم های حامله هم هیچ خطری نداره. بگید نمیدونیم. زمانی شما میتونید بگید روی جنین اثری نداره که یک نفر حامله بشه، 9 ماه بگذره، بچه به دنیا بیاد، بچه بشه 1 سالش، 2 سالش، 3 سالش، بعد اون کار پژوهش خودتون رو چاپ کنید. نه که یهو بیاد توی یک رسانه بگید نه، خیالتون راحت باشه. بگید نمیدونیم. مشکل ما از روز نخست همین بوده. و بعد اگر شما واکسن رو میزنید با این وجود طرف بیمار میشه، یا واکسن رو میزنید با این وجود هنوز بیماری رو منتقل میکنه، یا واکسن رو میزنید میگید نه، یک دوز دوم و یک دوز سوم و یک دوز چهارم هم لازم هست با همون واکسن قدیمی. حالا ما سال 2022 هستیم با همون واکسنی که بر اساس ویروس 2019 طراحی شده. این هاست که واقعا آدم رو احمق فرض کردند. این هاست که واقعا به ریش همه ما دارن میخندن. اما در صورتی ما موفق میشیم، we need to speak up. یعنی خود ما هم باید نقش خودمون رو بازی کنیم. و بنابراین با این تمام کنم که باز هم قدردانی کنم از تمام کسانی که محبت کردن، فشارها رو تحمل کردن، به بخش قضایی تگزاس مراجعه کردن و حداقل تا به حال ما به بخشی از این داده ها دسترسی پیدا کردیم. و واقعا شرم بر FDA امریکا که 50 سال به اینها فرصت داد و به اونها مسئولیت هم داد. یعنی هر اتفاقی که بیفته هیچ احدی نمیتونه این شرکت ها رو سو کنه. که واقعا اینجور رفتار، اینجور کنش ها در مهد علم مدرن در ایالات متحده امریکا کم سابقه بوده. ممنون هستم. جناب سپاس خانم منصور، من صداتونم حس کردم، هنوز حال ندارید، امیدوارم واقعا حالتون خوب باشه، نگران شدم چون گفتینم تحت مداوا هستید. سپاسگزارتونم. نه خوب نیستم بانو، ولی خوب از صداتون معلوم شد و من واقعا خواستم بگم که متاسفم که صداتون رو بعدم گفتید پرستار میاد. واقعا امیدوارم هرچه زودتر بیاید توی اتاق کلبه ما و صدای شاد و سلامتتون رو بشنوید. جناب نوذری، این چون شما این مسئله رو گفتین، من چندی پیش توی یه برنامه سی‌اسپن امریکا سنا 17,000 پزشک و نرس و اینها رفته بودن سنا که بر علیه این واکسن و اینایی شکایت کردن و حتی صحبت جنایت علیه بشریت میکردن. میخواستم از شما سوال کنم اگه ممکنه یک کمی منو روشن کنین، چون من واقعا دیدم اونو و برام خیلی جالب بود. شاهدهایی که اونجا بودن، ویتنس ها رو دیدم، دکترها رو دونه دونه، و اصلا واقعا شوک شده بودم که دیگه اینا خودشون افراد متخصصن، دکتر، نرس، متخصصایی که واقعا با تمام وجودشون داشتن اعتراض میکردن و محکوم میکردن. میشه خواهش کنم یه توضیح تا قبل از این که من برسم به دیگران بدید؟ حتما. ببینید، زمانی که شما از DNA یا RNA صحبت میکنید، یک طرفش 5 پرایم هست، یک طرفش 3 پرایم. یعنی چی؟ یعنی 5 اتم کربن یک طرف نشستن، 3 اتم کربن اون طرفش نشستن. و زمانی که شما این آرنه ها رو تولید میکنید، گاه میشه که از دستتون در میره، یک طرف 5 پرایم هست اما اون طرف 3 پرایم نیست، به 3 کربن ختم نمیشه. این در هر کار تولیدی رخ میده. هیچ کاری که ما انجام میدیم 100% نیست.
و بعد چون درجه حرارت این آرنه بسیار پایین هست، بسیار بسیار پایین هست، ولی از بین میره. بنابراین اونها رو پیش از تزریق بایستی در یک نانو پارتیکل قرار بدید. این نانو پارتیکل در درونش آرنه هست که بسیار سرد هست، بازوی شما بسیار گرم هست، و بنابراین این نانو پارتیکل میاد و این آرنه ها رو حفظ میکنه در این فاصله 10 ثانیه 20 ثانیه. بنابراین شما زمانی که از آرنه صحبت میکنه تنها خود آرنه نیست، در درون اون چانکیتد آرنه هم هست، آرنه هایی که از دست شما در رفتن دقیقا همون ته رو ندارن. از اون طرف شما با نانو پارتیکل های سر و کار دارید که کار اینها این هست که این درجه حرارت بسیار پایین رو که به این درجه حرارت بسیار بالا در یک فاصله کوتاه ختم میشه، این فرصت رو به آرنه بدن که از هم پاشیده نشه. میبینید که عوامل زیادی وارد میدان میشن. از اون طرف شما یک آدمی رو دارید که ممکنه بازوی توانمندی داشته باشه، یک آدمی رو دارید ممکنه که بازوش پر از چربی باشه. آدم ها متفاوت هستن، اینقدر عوامل متفاوتی وارد میدان میشه در تولید واکسن های مصنوعی که اینی که شما بگید که بیاید و هیچ خطری برای کودکان نداره تنها یک ادعا هست، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، نمیدونیم. اما اگر به داده ها نگاه کنید ببینید که کودکان هرگز در خطر نبودن. نوزادان، کودکان، خردسالان در کشور آلمان بین سن 0 تازه به دنیا آمده تا 20 سالگی تعداد کشته شدگان ما انگوش شمار هست، انگوش شمار. من پیش از برنامه که با آقای میبودی داشتم بهشون که گفتم تعجب کردم، گفتم بگذار همین الان به آلمان تلفن بزنیم. گفتم بزنید. تلفن کردم به آلمان، 5 دقیقه بعد پاسخش اومد. میان نوزادان تا سن 20 سالگی کشته شدگان ما انگوش شمار هست. بنابراین اگر شما به ناگاه اصرار دارید که کودکان ما، خردسالان ما واکسینه بشن، بهترین واکنش اینه که شما بگید نمیدونیم واقعا عوارض چی هست. بنابراین بسیاری از پزشکان امریکا به سنای امریکا، به کنگره امریکا مراجعه کردن، مقالاتی نوشتن، صدای اونها شنیده نمیشه. همین دانشگاه استنفورد، ما برجسته ترین دانشمندانی داریم که اعتراض کردن، صدای اونها شنیده نمیشه. ما در کشور فرانسه مهد لوی پاستور آدم هایی داریم که صدای اونها شنیده نمیشه. یکی از برجسته ترین اونها پرون هست، پرون که برجسته ترین شخصیت فرانسه هست، مشاور فرانسوا میتران بوده، چپی، مشاور سارکوزی بوده، راستی، بنابراین گرایش سیاسی نداره، اما اعلام کرد، کتابی چاپ کرد با این عنوان. آیا کار غلطی بود که ما نکرده باشیم؟ این کتاب به فرانسه هست. آیا کار غلطی بود که ما نکردیم؟ و بنابراین یواش یواش صداها داره بیرون میاد، یواش یواش عددها داره بیرون میاد، یواش یواش حقیقت داره خودش رو نشون میده. اما شما ببینید که حتی ما در کشورهای پیشرفته چقدر در خطر خفه شدن هستیم. چقدر مهم هست که حرف بزنیم، چقدر مهم هست که واکنش نشون بدیم، چقدر مهم هست که پسیو نباشیم، اینقدر از حق خودمون دفاع کنیم، از حق کودکان خودمون دفاع کنیم. همینطور چشم بسته اینها رو دنبال نکنیم، بگیم آقای فوچی رو گفته، Who cares؟ خانم دبرا برکس اینو گفته. Who cares؟ چه اهمیتی داره؟ به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و من امیدوار هستم که دیگه هیچ وقت هیچ کس از ما حتی نپرسه من واکسن بزنم یا نه. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. خودم تصمیم میگیرم. شما یک خانم حامله هستید. میگن باز دیگه واکسن بزنید. خیلی ساده است. مراجعه کنید به داده ها. بگید میخوام داده های شما رو ببینم. متوجه میشید که در این داده ها گروه کنترل نیست برای نمونه. که یک سری از خانم حامله زده باشن، یه عده نزده باشن، بعد بچه‌ای به دنیا آمده باشه و این بچه رو برای چند سال دنبال کرده باشن. شما به راحتی پاسخ به پرسش خودتون رو پیدا میکنید. یا برای نمونه شما 6 سالتون هست. 6 سالتون.
این کودک 6 ساله اگر بهش درست آموزش داده باشن میتونه حتی اون این پرسش رو از شما داشته باشه که آیا هیچ کودکی در سن من مرده؟ آیا من در خطر هستم؟ حالا آیا این واکسن میتونه خطری در من ایجاد کنه؟ خطر کدوم یک از این دوتا بیشتر است؟ بنابراین من چند ماه پیش در صفحه تلگرام خودم نوشتم که زدن واکسن به کودکان جنایت زیر پوشش علم است. جنایت زیر پوشش علم است. بگذارید عددها و رقمها دوست شما باشن. بگذارید داده ها دوست شما باشن. نه آدم ها. ما مرجع تقلید نمیخوایم. اصلا لائیسیته یعنی همین. عنوان صحبت امروز چی بود؟ کودکان. آموزش کودکان ایران. لائیسیته. روشمندی رو به من یاد بدید. به من یاد بدید به عددها و رقمها نگاه کنم. به من یاد بدید که بتونم کارهای پژوهشی رو ارزیابی کنم. اما خودم تصمیم میگیرم. به من نگید چه کار بکن چه کار نکن. خودم تصمیم میگیرم. و در زمینه سیاسی هم همینطور هست. ما نیازمند به احزاب متفاوت هستیم. چطور امکان داره در یک کشوری حزب کمونیست نباشه؟ ما نیازمند به حزب کمونیست هستیم. ما نیازمند به حزب دست راستی ها هستیم. ما نیازمند به حزب میانه رو هستیم. سوسیالیسم هستیم. این جامعه زیبا هست. چرا ما از سوئیس قدردانی میکنیم؟ یا در کشور بلژیک؟ یا بسیار از کشورهای اروپایی؟ این تنوع، این دگرگونی در زندگی اجتماعی ما هم لازم هست. چرا؟ چون در اون صورت هست که میتونیم همدیگر رو به چالش بکشیم. در اون صورت هست که همدیگر رو مجبور میکنیم که عدد و رقم عرضه کنیم. در اون صورت هست که همدیگر رو مجبور میکنیم تا راه حل پیشنهاد کنیم. تا خودمون ببینیم راه حل کی بهتره. علم، فرهنگ و آزادی دست در دست هم پیش میرن. علم، فرهنگ و آزادی دست در دست هم پیش میرن. عاشق و معشوق همه. علم و آزادی عاشق و معشوق همند. اگر شما آزادی رو از علم بگیرید، شما میتونید یک آسمان خراش درست کنید. شما میتونید یک استادیوم ورزشی درست کنید. شما میتونید کره شمالی بشید، بمب اتم بسازید. اما هیچ فایده ای نداره. علم میتونه در خدمت شیطان باشه. علم میتونه در خدمت داعش باشه. علم میتونه در خدمت کره شمالی باشه، در خدمت آخوندها باشه. علم و فرهنگ با آزادی عاشق و معشوق همان دست در دست هم پیش میره. دست در دست. و این رو ما باسی یاد بگیریم. ما نیازمند به آزادی هستیم و در کمال آزادی بتونیم خودمون رو بیان کنیم. ما متوجه شدیم که چقدر این آزادی شکننده است که حتی در ایالات متحده آمریکا اون رو از ما گرفتن. من بارها گفتم خود من، شخص خود من به مراتب بیشتر از در رسانه های خاور دور صحبت داشتم تا در رسانه های لس آنجلس. تنها به این دلیل که دوست نداشتن که حرفای من پخش بشه. در حالی که ادعای آزادی هم دارند. اما ادعای آزادی دارند. چرا؟ چون رسوبات مذهب در اونها هست. درسته که ادعای اخلاق میکنن، درسته که ادعای آزادی میکنن، اما رسوبات اون مذهب، رسوبات اون احزاب هنوز در اونها هست، چون در کودکی با اونها برخورد کردن. اینجاست که لائیسیته این حد اهمیت پیدا میکنه. مغز کودکان خودمون رو از این خرافات دور کردن، مغز کودکان خودمون رو از مرجع تقلید دور کردن. و حتی از پدر و مادر، این پدر و مادر نیستن که برای کودکان تصمیم میگیرن. خود اونها هستن که راه خودشون رو باسی پیدا کنن. وظیفه ما این هست که چراغ راه اونها باشیم. راه رو خود اونها پیدا میکنن. ممنون هستم. بازگذارم جناب نوزری گرامی. آقای جیسن عزیز بفرمایید. شما مثل اینکه همسرتون گرفته بودن.
اول راجع به همسر حالشون چطوره همسرتون؟ ممنون. الله کرونا نداشتن، ایشون بهشون تشخیص داد، یعنی آزمایششون دیده بودن که کانسر دارن و هنوز 100% مشخص نشده. خوشبختانه دکتر خوبی توی UCLA پیدا کردیم که امروز وقت داره. امیدوارم که چیز بدی نباشه. من که خیلی خوشبینم که حتما خوب میشه. بگذاریم از این. و خیلی مهمتر از همه چی آزادی ایرانه. پیرو حرفای استاد عزیزم آقای نوذری، ما در این متاسفانه خارج از کشور در همین لس آنجلس وقتی از رادیو ایرانی که در لس آنجلس اذان پخش میشه واقعا دیگه چه توقعی میشه داشت؟ اینا هر کسی که باهاشون مخالف باشه صداشو میبرن. من دقیقا میدونم اینا چجوریه. و اینکه اگر ما میخوایم واقعا تغییر کنیم باید از خودمون شروع کنیم. هر انقلاب واقعی از داخل هر انسانی باید انجام شروع بشه و آخوندهای درونمون رو بکشیم. آخوندهای درونمون رو تا نکشیم نمیتونیم ایران رو جلو ببریم. تا اسلام هست، تا مذهب هست، گرفتاری‌های ما روز به روز بیشتر میشه. و همین تشکر کنم از دکتر. و جناب دکتر یه سوال خیلی کوچیک راجع به من تو صحبتاتون که کلا همه رو گوش دادم هرچی هست روی یوتیوب، راجع به ماشروم ها، قارچ ها و این دنیای شگفت‌انگیز ماشروم ها تا حالا ندیدم که صحبت کرده باشی. این تنوع بسیار زیاد ماشروم ها و تو داروسازی و تو ایمیونیتی و انرژی و پروتست و اینجور چیزا خیلی تاثیرگذار بودن توی اواخر. اصلا نظرتون رو دادم. خیلی ممنون ازتون. مرسی خانم فیروزه. ممنون هستم. امیدوارم همسرتون هر چیز زودتر بشن. سلام من رو به خدمتشون برسون. خیلی ممنون. و پاسخ به پرسش خودتون رو خودتون دادید. دنیای عجیب و حیرت آور و چه نقشی بازی میکنن در تولید دارو. خودتون بهترین پاسخ. ممنونم. مرسی. خواهش. بانو فیروزه منم سوال داشتم اگه اجازه بدید. بفرمایید. خیلی ممنون. متشکرم. آره من میدونم که شما همیشه اولویت رو به درون ایران و بچه های دیگه میدین. ولی درود بر شما دکتر نوذری، واقعا که سخنان بسیار بسیار زیبا و بحث های سازنده و آگاهی رسانی بسیار بسیار مستری. چیزی رو که من ازتون میخواستم بپرسم مربوط میشه به همین بحث هایی که راجع به کودکان به اصطلاح ادامه دادین و ارائه کردین. میبخشین بر فارسی من. آیا به نظر شما طبق تحقیقاتی که کردین، آیا پژوهشی برای آینده مدل‌های آینده آموزش پرورش ایران شده که شما اطلاع داشته باشین؟ و اگر اطلاع دارین امکانش هست که این رو لطفاً یه زمانی راجبش صحبت بکنین یا همین حال؟ دوم اینکه مثال‌های بسیار زیبایی از نمونه مدل‌های آموزش پرورش و کشورهای اروپای شمالی رو ذکر کردین و بلژیک رو که خودتون تجربه داشتین، آیا اینها رکمندشن‌های شما هستش این مدل‌ها که بیان مثلا بومی سازی بشه در واقع؟ البته میدونم جدا از مذهب و تمام چیزهایی که شما ذکر کردین. متشکر میشم اگر بتونین یک اشاره به این بفرمایید. چشم حتماً. بله در ایران هست. در ایران ما کودکان افغان رو داریم که اینها پدر و مادر خودشون رو از دست دادن. و چند سال پیش من این واقعا افتخار رو داشتم که با من ارتباط برقرار کردن و من متوجه شدم که هم میهنان تاریخی ما که در ایران زندگی میکنند، اینها اومدن دست به دست هم دادن و رفتن سراغ این کودکان و دبستانی رو درست کردن و شیوه آموزش اونها چطور که به اونها میرسن و تغذیه اونها حیرت آور هست. حیرت آور هست. امیدوارم اگر شما بتونید، هر کسی بتونه به این دبستان کمک کنه که اسمش از کودکان آفتاب. کودکان آفتاب. حتی خاطرم هست به یکی از مسئولین گفتم که واسه تغذیه بچه ها چه کار میکنید؟ گفتن که حساب کردم که چون تغذیه اونها مناسب باشه و ما پولی نداریم، براشون فرض کنید خورما گذاشتیم، براشون اینو گذاشتیم، اونو گذاشتیم که بدین به مطمئن باشیم ویتامین بندازه کافی به دست اونها میرسه. بعد این بچه ها هر شب یه نامه می نویسن، تو این نامه درد دل می کنن، هر هفته اونها رو پیکنیک می برن. در همین ایران خود ما
روسری های اونها رو سفید انتخاب کردن، سفید. لباس های اونها رو رنگی انتخاب کردن. آقا و خانم میکروفونتون لطفاً مرسی سپاس ببخشید روزش. بنابراین گفتید که آیا در ایران نمونه ای هست؟ برجسته ترین نمونه اون کودکان آفتاب است. کودکان آفتاب. شما در سایت اونها برید واقعاً کیف میکنه آدم. و بعد میدونید که رودابه کابلی هست. یعنی رستم ما، پهلوان ما ریشه‌ای دارن در کابل. و چقدر زیبا این کودکان، این دختر بچه های 8-9 ساله فردوسی رو میخونن، شاهنامه رو میخونن. بنابراین اینا کودکانی هستن که پدر و مادرهای خودشون رو از دست دادن، غریبه هستن، پناهنده شدن. خود هممیهنان تاریخی ما آسین ها رو بالا زدن، کلاس ها رو خودشون رنگ زدن. چه رنگ های زیبایی که این بچه ها تو این اتاقایی که واقعا قیمت چندانی ندارن، اما تا اونجایی که تونستن با بازی کردن با رنگ، با عوض کردن رنگ این روسری ها، با پیکنیک رفتن، با درخواست از این کودکان که درد دلهای خودشون رو بنویسن، تو خودشون نگه ندارن، اونها رو با هم در میون گذاشتن. این نمونه خوبش هست در ایران. امیدوار هستم اگر در ایران هستید به اونها یاری کنید، به اونها دست از یاری کردن به اونها خودداری نکنید. کودکان آفتاب در تهران. و بعد در کشورهای خارجی اون همون لایسیته هست. در بلژیک لایسیته هست، در فرانسه لایسیته هست. یعنی این که دین و مذهب هیچ جایگاهی در آموزش کودکان ما ندارند. هیچ جایگاهی ندارند. اما وقتی که آمدن بیرون یک دنیای دیگه است. ما در مقابل بایستی که کلیسا داشته باشیم، معبد داشته باشیم، هر کی هر چی که دوست داره، با احترام به قانون. اما در کودکستان ما، در دبستان و دبیرستان های ما نه، جایی ندارد. اونجا جایی حرف ها نیست. لایسیته، لایسیته یا لایک. ممنون هستم. سپاس. اگر لینکی داره لطف بفرمایید به ما بدین. خیلی بله، کودکان خوشحال کودکان شد. کودکان بله، آفتاب در تهران. بله بسیار. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. ببخشید من یه نفر پشت دارن سوال مینه میخوان. دوستی که برام گفتید سوالتونو بنویسید، تا اومدم پاسخ بدم بنویسید، مجبور شدم میکروفونو باز کنم. بنویسید با کمال میل انتقال میدم. آقا یا خانم پیالور بفرمایید، میکروفون در اختیار شما. بله بله، درود بر باشندگان. با سلام و عرض حسن باشید خدمت پروفسور حسام نوذری عزیز. صدا هم رسا هست؟ صدا رو دارید؟ بله 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 دارم، بفرمایید. بله بله. خواهش می‌کنم. دو تا سوالی که چند درصد از بدن ما از اون انسان‌های ناندرتال و آیا بیماری‌های مانند قند یا فشار خون یا چربی ممکنه از اونها به ما منتقل شده باشه؟ متشکرم. نه ببینید، در این مورد ما چند تا کار داریم که این کارها خیلی رسانه‌ای شدن اما علمی نیستن. یعنی ناندرتال رو هالیوودی کردن و یک سری مطالعاتی که به اون شدت ارزش علمی ندارن به شدت رسانه‌ای شدن. بنابراین برای که پاسخ کوتاه بدم، زیاد وارد دنیای ناندرتال نشید. یعنی که ژن‌های اونها در ژن‌های ما هست. یک هدفی هست از رسانه کردن ناندرتال که در حوصله این برنامه نیست در اون مورد بخوام توضیح بدم. یک هدفی هست در ناندرتالی کردن برخی از انسان‌ها در دنیای امروز و رسانه کردن این خبرها. تا این حد فقط میتونم به شما بگم. اما از اینها دوری کنید. ما ساپینس هستیم، هومو ساپینس، ساپینس هستیم. همه ما هیچ تفاوتی با هم نداریم. ژن متفاوتی، ژن خاصی در این بخش دنیا، در اون بخش دنیا در کسی نیست که به خاطر اون اتفاقی رخ بده. همه ما هومو ساپینس ساپینس هستیم. اون هوموی اول ژانر هست یا کینگدام هست به اصطلاح، و اون دومی سپیشیس هست یا لسپس به فرانسوی،
و اون سومی راس هست که میشه همون نژاد یا ریس، که ما ساپینس هستیم و گذشته ما برمیگرده به آفریقا و انسان ناندرتال هم در آفریقا زندگی میکرده. پیش از انسان ناندرتال ما انسان توتاول رو داریم. اگر شما به فرانسه تشریف ببرید حدود 50 کیلومتری مدیترانه هست، هنوز هم انسان توتاول در اون دهکده کار میکنه که بسیار از باستان شناسا در اونجا هنوز مشغول به فعالیت هستن، که برمیگرده به 500 هزار سال پیش. اما همین رو یک بار دیگه تکرار میکنم دیگه که سرتون رو درد نیارم، زیاد وارد این خبر ناندرتال ها نشید. رسانه شدن و هالیوودی شدن ناندرتال در چند سال گذشته یک هدف سیاسی داره. ممنون هستم. سپاس از شما. آقای خانوم دکتر آنیتا، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. مرسی عزیزم. من خواستم از جناب پروفسور نظری خیلی تشکر کنم. من سوال از ایشون رو روی یوتیوب دنبال میکنم و با لباس افتخار دکتر جان. امیدوارم که خداوند عمر طولانی با عزت به شما بده. واقعا باعث افتخار همه ایرانی و میکنم کل جهان هستید. شما از دانش شما خیلی استفاده کردم. من لذت میبرم و خبر قشنگم شنونده هستم. هم تو خود زندگیم فقط کنم بشتم و یاد بگیرم. مرسی. ممنون از ازتون، خیلی لطف کردید. بس اجازه بدید همینجا از همه شما خداحافظی کنم. جناب دکتر نوذری گرامی، دقیقاً 6 نفر موندن، از اگر اجازه بدید هر کدوم یک دقیقه یک سوال بکنن. باش، چشم. سپاسگزارم ازتون. خواهش میکنم عزیزان، فقط همون صحبت خود دکتر رو که اگر گوش کرده باشید، سوال کوتاه به اصل مطلب و کوتاه، وگرنه اون وقت خود ایشون هم طبق معمول میگن سوالتون رو متوجه نشدم. کوتاه مقطع. مرسی. ام بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. با درود خدمت پروفسور حسام عزیز و بانوی فیروزه محترم و همه دوستان که حاضر هستن در روم. جناب دکتر، جناب علی می فرمید، البته بنده از ارادتمندان شما هستم، مدام کانالت رو هم دنبال می کنم، اما شما می فرمید که واکسن نباید بزنین و من هم اعتقادم همینه، مخصوصا بچه ها. من دوتا فرزندم هم هیچ کدوم نزدن، اما در کشور ما محدودیت های اجتماعی میذارن برات. فرضاً با هواپیما میخوای بری، میگن اول کارت واکسیناسیون بده. باید چیکار بکنیم ما با این مسئله؟ باید چیکار بکنیم جناب دکتر؟ نه ببینید، من هیچ وقت نگفتم بزنید یا نزنید. من تمام داده ها رو در اختیارتون قرار میدم، خودتون تصمیم میگیرید، جز در مورد کودکان. در مورد کودکان جای سکوت و رو دربایستی نیست، اما در مورد مشکلاتی که ممکنه ایجاد بشه، دوره این کووید تمام شده، یعنی حقایق بیرون اومده، کشورها متوجه شدن، انتخابات در کشورها نزدیک است. برای نمونه کشور فرانسه که بسیار بسیار سختگیری میکرد، به ناگاه سختگیری ها رو برداشت. چرا؟ 50 روز دیگه انتخابات هست در فرانسه. بدون تردید یک تصمیم سیاسی بود، بدون تردید یک تصمیم سیاسی بود. در کشور انگلستان آقای بوریس جانسون 11 بار به طور غیرقانونی مهمانی برگزار کرده بود، خلاف قوانینی که خودش وضع کرده بود. در این مهمانی های دست جمعی نه تنها ماسکی نبود، مست هم کرده بود و به ریش همه خندیده بود. آقای بوریس جانسون به ناگاه تمام سختگیری ها رو کنار گذاشت. در ایالات متحده امریکا مسابقه فوتبالی برگزار شد که مهمترین حادثه ورزشی در این کشور هست. این مسابقه ورزشی فوتبال در شهر لس آنجلس انجام شد. شهردار لس آنجلس که خودش همه رو مرتب ایراد میگرفت که چرا ماسک نمیزنید، فاصله ها رعایت نمیکردید، مچش رو گرفتن که ماسکی نزده بود، در حال روبوسی هم بود با این و اون. آقای لبران جیمز اونجا بود، قهرمان بسکتبال، که اونم از مدعیان علم بود. آقای نوسوم فرماندار کالیفرنیا اونجا بود که هیچ چیزی رو رعایت نکرده بود. خانم جنیفر لوپز اونجا بود، آقای مد دیمون اونجا بود،
آقای شانپن اونجا بود، هیچ کدوم هیچ چیزی رو رعایت نکردن، در درون در بیرونش تفاوتی نمی‌کنه. و بعد در فرودگاه‌هایی که من با اونها آشنا دارم و با چشم خودم دیدم، شما جت‌های خصوصی اینها رو می‌دیدید که میشینند و بلند میشن. و خوشبختانه مردم امریکا مستقیم این مسابقه فوتبال رو نگاه کردن و دیدن که هیچ خبری نبود. و حتی زمانی که مچ شهردار لس‌آنجلس رو گرفتن که چرا بدون ماسک با ماجیک جانسون داری عکس میگیری، گفت در حال عکس گرفتن نفس نمیکشم و چون نفس نمیکشم خطر ایجاد نمیکنم. وقتی که عکس رو گرفتم ماسک رو دوباره زدم. یعنی تا این اندازه به ریش مردم میخندند. آقای بوریس جانسون گفتش که من فقط چند ثانیه آمدم در مهمانی، در حالی که مست کرده بوده، مست بوده در این مهمونی ها 11 بار. و اگر شما سر بزنید به کشور دانمارک، به کشور سوئد، به کشورهایی که این گونه فساد رو تا این حد در اونها نمیبینید، شما میبینید که همین سختگیری ها برداشته شده. و ویروس اومیکرون شبیه یک سرماخوردگی عمل میکنه، خطرناک نیست، نیازی به واکسن نداره، خودش بهترین واکسن هست. خود اومیکرون یک واکسن طبیعی هست. هرچقدر که بیشتر آدم ها اومیکرون بگیرن یک سرماخوردگی جزئی دارن، اما کماکان بایستی که حمایت کرد از افراد آسیب پذیر، اونها کماکان در خطر هستن، از افرادی که اضافه وزن دارن، هیچ چیزی تفاوت نکرده. رعایت بهداشت شخصی، شستن دست با آب و صابون، به سر و صورت و چشم دست نزدن، مراقب افراد آسیب پذیر بودن، اینها همه بایستی کماکان ادامه پیدا کنه. اما دیگه نگران سختگیری ها نباشید، همه از بین رفت، همه از بین رفت یا در فاصله چند روز آینده از بین خواهد رفت. سپاس گزارم جناب دکتر. خواهش میکنم. جناب نوذری، اصلا سوئد از اول ماسک اجباری نبود و اصلا و حتی وقتی که اون اوایل ماها تازه مثلا یه خورده میترسیدیم، میرفتیم توی شاپینگ سنتر یه جایی، اصلا خود سوئدی ها یه جوری نگاه میکردن با آدم که هیچ کد، یعنی واقعا هیچ جووناشون اصلا هیچ جا ما نشدیدیم که اینجا بسته باشه. چرا؟ توی ادارات رو گفتن از خونه کار کنیم، ولی ماسکو اجباری نکردن، واکسن هم اجباری نکردن. هر کی خواست واکسن رو زد، هر کی نخواستم نزد. دبستان ها رو تعطیل نکردن. بله، اتفاقا من اینجور که شنیدم تو آماری هم که پیدا شده گفتن سوئد موفق بوده توی بسیار بسیار موفق بوده. بله، کاملا موفق. و فیروزه خانم به خاطر همین هم هست که در مورد سوئد صحبت نمی کنن. بله، برای همین چون شما اسم بردی خواستم در تایید صحبت شما بگم که سوئد واقعا همه ما اول همه میخندیدن، همه گفتن اینا نمیدونم به خاطر اقتصادشون نگاه کن چقدر، ولی بعد ثابت شد که همون روش کامل. وزیرشون همون ابتدا گفت که به موقع شما خواهید فهمید که ما درست کار کردیم. بله، و در مورد ژاپن و کره و تایوان گفتن که اینا ژنشون فرق میکنه، بعد دیدن که نه خب سوئدیا که بلاند هستن و چشمای آبی دارن، اونها چی؟ واقعا رسانه ها بی‌لطفی کردن و یک از بی‌لطفی های بزرگ رو به سوئد کردن. بعد جالبیش اینه که اول میچسبوندن به اینی که این سوئدی ها فقط فکر اتفاقا پولن و فکر اقتصادن و نمیخوان ببندن، برای این که فکر میکنن نمیدونم چی میشه و با بزنس میخواب علم میشه، دیدن هیچی ندارن. حالا که دیگه بعدا نتیجهش معلوم شد که نه، این سوئدی ها از اول میدونستن دارن چی کار میکنن. آقای بهزاد خوش اومدید. من آقای رادی، من بهتون قول میدم اگر شده آقای نوذری رو بخواد، ایشون آقای رادی الان 2 هفته است میان و تفلک درست موقعی که موقع سوالش میشه دیگه جلسه تموم میشه. رادی جان، امشب من فکر میکنم آقای دکتر نوذری حتما پاسخ سوالتون هم بدن. بهزاد جان بفرمایید، میکروفون در اختیارش دارید. درود به همگی. دکتر اسام عزیز، در مورد آموزش لایتسه هیچ شکی نیست، موافقم با شما. اما ایده‌ای هستن حتی در این غرب میان یک وحشت درست میکنن و میترسونن، میگن این آموزش لایتسه یا لایک بودن که در نهایت بعد به سکولاریسم منجر میشه، اینا یه وحشتی درست میکنن که این انسان رو به نهیلیسم یا پوچگرایی میرسونه. دکتر اسام عزیز، جواب این آدما رو چگونه میدید؟ فرانسه، سوئد، بریزه خانم اونجا هستن، فنلاند، نروژ، دانمارک، بلژیک، لوکزامبورگ، لیختنشتاین،
سوئیس، در تمام این کشورها لایق هست و در تمام این کشورها شما میبینید که بچه‌های از این سیستم بیرون اومدن و متدین هستن، کلیسا میرن، به کریستیانیتی اهمیت میدن، کریسمس رو جشن میگیرن. یا از اون طرف یهودیانی هستن که فرهنگ خودشون رو زنده نگه میدارن. یعنی هیچ تناقضی بین این دوتا نیست و ما خوشبختانه اینقدر کشور پیروز در دنیا داریم که به حساب جون شما اونها رو مراجعه بدید به این کشورها. ببینید شما واقعا وقتی با بچهای دبستانی در نروژ صحبت میکنید، در دانمارک صحبت میکنید، در بلژیک صحبت میکنید، اصلا فوق‌العاده هست، فوق‌العاده هست. حالا شما اونها رو مقایسه کنید به بچهای پاکستان، مدرسه‌های پاکستان، مدرسه‌های عربستان سعودی، مدرسه‌های کشور خود ما در قم برای مثال به خصوص مقایسه بکنید. بنابراین لایسیت امتحان خودش رو پس داده بهزاد جان و تا شما رو به چالش کشیدن اونها رو مراجعه بکنید، اونها رو به این کشورهای اروپایی. و یادتون باشه در خود فرانسه از سال 1905، یعنی قدیمی هست، از 100 سال هم گذشته، به خاطر این هست که امروز نتیجهش رو دارن میبینن. یعنی زمین رو به موقع شخم زدن، زمین رو به موقع شخم زدن. ممنون هستم به احساس. مرسی استاد، مرسی. سپاس از شما. آقای امین، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب پروفسور. من حقیقتش حالا توی پیام ارسال کردم خدمتون، من میخواستم یه چند دقیقه راجع به اون مسائل صحبت بکنم که امشب گویا وقت نیست و باز البته فالت از خودم بوده که دیر رسیدم. حالا ترجیح میدم که وقتمو به دوستان بدم هفته آینده اگر بختیارمون باشه و سعادت داشته باشیم در حضور جناب پروفسور، اون مطالب رو حدود 3-4 دقیقه من میخواستم پیرامون یه سری ایرادهای اساسی درون خود ملت خودمون، یعنی ما عادت داریم که همیشه چیزها رو نسبت بدیم به این ور اون ور، من میخواستم یه مواردی رو درون خودمون عرض بکنم پیرو صحبتهای جناب پروفسور که حالا چون فرصتشون نداریم امشب، فرصت ندارین میذاریم برای هفته بعد، وقت رو میدیم به دوستان. با کمال میل ممنون هستم ازتون. همینجا فیروزه خانم اجازه بدید از همه خداحافظی بکنم. خیلی خوشحال دکتر عزیز در... این رادین عزیز و اهوران، این رادین 2 هفته است میاد نوبت بهش نمیرسه. من اهورا جان خواهش میکنم کوتاه مختصر و بعدم رادین جان دیگه آخرین پرسش کننده هستن، بفرمایید. درود بر همه دوستان و به خصوص پروفسور نوذری عزیز. مرسی که در سنگر علم داریم مبارزه میکنین علیه این دیکتاتوری رسانه‌ای که الان در دنیا به حال به پا شده و به خصوص در این ایام تیره 2 ساله‌ای که ما داشتیم. پروفسور عزیز، هر سال میدونین که در آلمان یک کنفرانس امنیتی در مونیخ برگزار میشه و این صاحبان تکنولوژی چه 5 تن آل تشنیچ هستن معمولا اینجا میان تا این امنیت دنیای ما رو بنویسن. یکی از اینا آقای بیل گیتس هستش. 2 روز پیش یه مصاحبه داشتن و نوید یه پاندمی جدید رو دادن و گفتن که به زودی با یه پاندمی خیلی جدی مواجه خواهیم شد و این پاندمی با به صورت پاتوژنش کاملا با این کووید 19 کاملا فرق میکنه. آیا شما در مورد این مسئله اطلاعی دارین یا نه؟ سپاس. ممنون هستم. اول شما تا بیل گیتس رو میبینید تلویزیون رو خاموش کنید. این آدم همون آدمی هست که به اتفاق همسرش ملیندا چشم در چشم هم داشتن عاشق و معشوق و اینکه ما 99% از ثروت خودمون رو بخشش کردیم یا بخشش خواهیم کرد، تا اینکه متوجه شدیم که اینها به خاطر پیدوفایل بودن یا کارهای خلاف اخلاقی که آقای بیل گیتس کرده بوده و خانومش متوجه میشه، قرار میگذارن که از هم جدا نشن تا زمانی که بچه هاشون بزرگ شده. بنابراین تمام اون مصاحبه‌ای که این دوتا با هم میکردن، دست هم دیگر رو گرفته بودن، بخشش هایی رو که قرار بود بکنن، همه دروغ و فریب بود. ما متوجه شدیم که حتی با آقای اپستین چندین بار با هواپیمای آقای اپستین که دیگه وارد جزئیات نمیشم، خود شما میدونید که در مورد آقای بیل گیتس و اپستین و حضور این آدم در هواپیمای آدم و رابطه‌هایی که با
زنانی که داشته در کمپانی خودش و سوء استفاده میکرد از مقام خودش. اما از این که بگذریم، همین چند هفته پیش هم اعلام کردن که ما طلاق گرفتیم و قراری ثروت خودمون رو به کسی بدیم. بنابراین اینی که در طول 18-19 سال دروغ میگفتن، به آدم دروغو فرصت دوباره نباستی داد. زیرو تالرنس، زیرو تالرنس. یک آدم دروغو هیچگاه فرصت دوباره ندید. در علم اینطوری کار میکنه، زیرو تالرنس. آقای بیلگس نه متخصص ویرولوژی هست نه واکسیناسیون، یک دکانی برای خودش باز کرده. اما در مورد ویروس ها، ما مرتب در معرض ویروس ها و میکروب ها و باکتری ها خواهیم بود، چیز تازه ای نیست، بایستی آماده باشیم برای اونها. اما در مورد ویروس های تنفسی مثل رینو ویروس، مثل نومو ویروس، مثل پارا اینفلوانزا ویروس، اینفلوانزا ویروس، هیچ چیزی مهمتر از مدیریت نیست. در کشور تایوان از سال 2004 ما خودمون رو برای کووید آماده کرده بودیم، چون میدونیم میاد. از سال 2004 آماده بودن. بنابراین مدیریت هست که مهم هست. و در غیبت مدیریت شما به دنبال معجزه میگردید. نام معجزه در حال حاضر شد واکسن. و پیامبر این واکسن شد آقای آنتونی فوچی. یک پیامبری پیدا کردیم و یک معجزه. نه، ما نیازمند به مدیریت هستیم. حالا واکسن هم میتونه بخشی از این مدیریت باشه، دارو هم میتونه بخشی از این مدیریت باشه. ما بایستی همیشه آماده جنگ های بیولوژیک باشیم، آماده جنگ های شیمیایی باشیم، همیشه. و خوشبختانه بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا، مهم دنیا، در این زمینه کارهایی دارن. در یکی از صحبتام در صفحه تلگرام هست در مورد جنگ های بیولوژیک صحبت مفصلی کردم، الان در حوصله برنامه امشب نیست. ممنون هستم. باز آقای رادین عزیز و یک سوال از یک عزیزی از داخل ایران. رادین جا شما بفرمایید تا من سوال الیجان هم بخونم. عرض درود دارم خدمت بانو فیروزه عزیز، سپاسگزار شما هستم و عرض درود مجدد خدمت خود پروفسور نوذری عزیز. آقای دکتر رادین، اینجا رادین هستم. من خیلی میخواستم در واقع فقط حضورم رو اینجا اعلام کنم خدمت شما، و چون برنامه تایتل شما کودکان و لیسیته بود، من توصیه که دارم، میدونم که من در داخل ایران صحبت میکنم، اتفاقا همین امروز هم با فیلسوف صدیق یزچی، دکتر محمد حسین صدیق یزچی، بله، یک کتابی داره تحت عنوان لایسیته، بنیادها و مفاهیم. من توصیه میکنم که پی دی افش هم هست، هر ایرانی این رو بخونه. اتفاقا الگویی که میتونه کارکرد داشته باشه، میدونی که من دانش آموخته علوم اجتماعی و علوم انسانی هستم، در ایران امروز ما برخلاف سکولار که جدای دین از دولت هست، لایسیته در واقع سپهر عمومی و خصوصی رو از هم جدا میدونه و روابط حقوقی و روابط انسانی رو. همین. و آخرین سوال اینه که آقای دکتر، میدونید که من خب از اون آغاز الان به اندازه‌ای که نمیخوام بگم، اینقدر از آموزهای بیولوژی و دنیای بیولوژی من یاد گرفتم که در زمانی که در فضای تلگرام در خدمت شما بودیم، میخوام ببینم کماکان هم به اون سر اون چیز هستید که در واقع این ویروس، در واقع حالا یه بار فرمایش فرمودین که ویرایش کرده فلان اینا، هرچند گفتین نه نظامیه نه صنعتیه نه فلانه، نظر ذهنم توته نیست، ولی نمیدونم هنوز در واقع بر این باورید که این ویروس، گرچه به سکانس و فلان و همه اینا رو صحبت کردین، بنابراین دست خود بشر در کار نیست. سپاسگزارم از شما و بانو فیروزه عزیز. منتظرم که بشنم. ممنون هستم، چقدر خوشحالم صداتون رو میشنوم. از غرب ایران هستید، خیلیم ارادت دارم. منم ارادت متقابل. ممنون هستم. ببینید، ما یک ویرایش مصنوعی داریم، یک ویرایش طبیعی. ویرایش مصنوعی اثری از خودش به جا میگذاره، یعنی به طور مصنوعی شما این ویروس رو تولید میکنید. اون اثر رو ما تا الان ندیدیم. اما ویرایش طبیعی یعنی که شما یک ویروس رو کشت میدید، بچه های این ویروس رو نگاه میکنید، میبینید یک تغییری در اونها حاصل شده، اونها رو سوا میکنید، حالا اونها رو کشت میدید، بعد میبینه که در بچه های اونها یک تغییراتی حاصل شده. اینقدر اینها رو کشت میدید
تا اون تغییری که دنبالش هستید رو پیدا کنید. زمانی که شما دست به این نوع آزمایش میزنید، همیشه احتمال درز به بیرون هست. حالا اون درز به بیرون میتونه عمدی باشه، میتونه به طور غیر عمدی باشه. ما در این مرحله دوم هستیم، در اون ویرایش مصنوعی نیستیم، ما در این بخش دوم هستیم، در این تردیدی نیست. حالا اونهایی که با این واژه توتم بازی میکنن، باستی بدونن که اصلا تمام دنیا روی توتعه سوار شده. حمله کردن با آدم ها که بگن تئوری توتعه، تئوری توتعه یک واقعیت هست. مگر زمانی که آقای پاول یک شیشه میکروب سیاه زخم آنتراکس رو در سازمان ملل برد و گفت این رو صدام حسین درست کرده، سر تا پای حرفش دروغ بود، پنتاگون اون رو درست کرده بود و به صورت پودر سفیدی اونها رو فرستادن به خانه کانگرسمن های خودشون پیش از حمله به عراق. مگر زمانی که اون تصویرهای ماهواره از مراکز اتمی عراق نشون داده شد، فتوشاپ شده بود. ولی برگردم به ویروس، ما هنوز هیچ اثری از ویرایش مصنوعی ندیدیم. ویرایش مصنوعی اثری از خودش به جا میگذاره، به این سادگی هم نیست. آنزیم سپاسگزار آقای دکترم، گویا آقای دکتر تلفن داشتن و بانو فیروزه سپاس دارم، بی نهایت سپاس دارم. خواهش میکنم من دکتر برگردن، ممنون. خواهش میکنم آقای رادین عزیز. نهایت ممنون از شما هستم، خیلی ممنونم. در واقع من فقط خواستم عرض ارادتی خدمت خود شما و پروفسور داشته باشم. حتی در واقع اینقدر پرسش های آقای دکتر و خود شما هستم، پرسش جای برای پرسش گذاشتن نمیذارید و واقعا میآموزیم از شما. ممنونم. جناب دکتر پای تلفنن، اجازه بدید تلفنشون تموم شه. اگر آقای دکتر تشریف بردن، خواهش میکنم دوستان هر کدوم مایلن که نظری بدن بمونن در مورد صحبتهای آقای دکتر نوذری، بخوان یه مقدار بیشتر صحبت کنن، اینجا میتونن تشریف داشته باشن، از پایین تشریف بیارن بالا و نظرشون رو راجع به صحبتهای دکتر نوذری عزیز بدن. این رو من خواستم بگم که فکر نکنن دکتر نوذری اگه تشریف ببرن اتاق رو ما نمیبندیم، اگر که دوست داشته باشن دوستان صحبت کنن. پای تلفنن. حالا یکی صبح مری جان، خوش اومدی عزیزم. درود بر شما بانو فیروزه عزیز. درود عرض میکنم به همه دوستانی که امشب اینجا تشریف دارن و سپاس از دکتر نوذری عزیز. ولیکن من دوباره امشب دیر رسیدم به برنامه، متاسفانه البته ریپلیز هست و میتونم گوش کنم. خیلی فقط سوالا رو شنیدم و جوابایی که ایشون دادن خوب بود، باز این آخری حالا کمی استفاده کردم. مرسی بانو فیروزه. خواهش میکنم معلوم میشه تلفنشون کاریه، برای همین چون اگر کاری نبود مطمئنن میدونستن که چون شخصیتشون رو میشناسم حتما تلفن رو قطع میکردن، ولی حتما تلفنشون کاریه. کریستین جون شما میخواین صحبت کنید در مورد صحبت ها؟ دوستان کدومشون میخوان در مورد صحبت های ایشون یه مقدار صحبت کنن تا بیان؟ بله، من اولا که واقعا امشب به نظر من با همه شبا فرق داشت. میدونی ما سوالامون کوتاه بود، بیشتر ایشون صحبت کردن و این چیزهایی که ما یاد باید بگیریم دیگه. به قول ایشون ما از یه فرهنگی میایم که سوال کردن ممنوع بود یا خیلی سالها پیش، به هر حال گفتن خیلی. در مورد بچه ها واقعا شگفت انگیز بود، بچه ها سرمایه های ما هستن. در مورد کودکان آفتاب الان من دارم جستجو میکنم در یوتیوب و واقعا امشب راجب چی دیگه ایشون صحبت نکردن و راهنمایی نکردن، از همه جا گفتن، از همه جا گفتن و خیلی دلپذیر بود وقتی گفتن که مثل که شاید کسی
ناراحت شده ایشون اگر چیزی گفتن، و این رو راستی ایشون، این صداقت ایشون واقعا شگفت انگیزه. من امشب خیلی سپاسگزارشون هستم که همه چی گفتن دیگه، خیلی راهنمایی کردن. برنامه امشب فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود. من فکر میکنم ایشون با کمال تأسف